درود بر شما. شنبه هفته نو افغانستان برای سومین بار شاهد برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان خواهد بود. انتخاباتی که مردم انتظار دارند یک تحول جدید را در بخش قانونگذاری و نمایندگی درست از مشکلات و خواسته هایشان به نمایش بگذارد. با همه دستاوردها و کمکاری هایی که مجلس گذشته به امرا داشت، مردم این بار آرزوی داشتن یک مجلس متفاوت، کارا، پاسخته و مردمی را دارند. طول نیوز در بیش از 100 روز کاری در برنامه انتخابات 97 روی همه چالش ها، ناتوانایی ها، دیدگاه ها، نقاط قوت پروسه، نقاط ضعف برنامه های کاری کمیسیون با مردم و با نهادهای برگزار کننده انتخابات بحث هایی داشته است. حالا که ما بر روز برگزاری انتخابات نزدیک و نزدیکتر می شویم، امیدواری ها برای رفتن به پای صندوق های رای و رقم زدن یک تحول بزرگ سیاسی بیشتر شدند و ما در ادامه 3 روز دیگر هم فرصت داریم تا از برنامه های نامزدان با مردم حرفای داشته باشیم و اینجا برنامه های هر نامزد و اینکه تا چی حد این برنامه ها عملی خواهند بود تحلیل می شوند. این برنامه را من صدف امیری و همکارم نعمت روان تقدیمتان می کنیم امشب. مننه صدف، تاستم سلامونه و ګرانو لیدونکو تاستم سلامونه. وخت مو په خیر. لکه څنګه چې زما همکار یادونه وکړله، نن له ننګرهار تر څنګ کونړ لغمان او دغه راز کابل ولایتونو څخه موږ نماندان لرو او د دې تر څنګ به سیاسي تحلیلګران هم زموږ سره په خپرونه کې موجود وي تر څو د نماندانو ټاکنیزې طرحې دوی واوري او پر هغوی باندې خپل نظریات ورکړي. نو دغه خپرونه تر پایه پورې تعقیب کړئ. خو وړاندې تر دې چې خپرونې ته راوږدو، زما همکاران د ټاکنو په تړاو باندې ورځنی رپورټ چمتو کړی، په ګډه سره یې ګورو. در این نشست سخنگویان وزارت امور داخله و دفاع ملی از تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان اطمینان می‌دهند. نیروها در 3 کمربند میشن. کمربند اول که نزدیک به مرکز رایدهی است که در اونجا بیشتر پلیس و ارگان‌های کشفی و استخباراتی مستقر هستند. در فاصله 3000 تا 5000 متر نیروهای اردوی ملی مستقر میشن و در فاصله یا در کمربند سوم باز گزمه های مشترک نیروهای امنیتی که شامل پلیس، اردوی ملی و امنیت ملی به شکل ثابت و سیار وظیفه خود اجرا خواهد کردن. ساس امنیتی زواکونه چی دی؟ ساس د امنیت د خوندیتوب لپاره تعهد لري، چمتواله لري او په ټول قوت سره هغوی دې ته آماده دي چې د ټاکنو د دغه دیموکراتیکي پروسې امنیت خوندي کړي. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع می گوید که نیروهای خارجی در هیچ مرحله انتخابات نقش نخواهند داشت. می خواهم تاکید نمایم که ناتو در انتخاباتی که به روز شنبه برگزار می شود به گونه جدی بی‌طرف خواهد بود. ناتو در تمامی روندهای انتخاباتی نقشی را بازی نخواهد کرد. در همین حال معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله از کشف 49 میل تفنگ که به گفته این نهاد برای برهم زدن روز انتخابات به کابل انتقال میافتند خبر میدهد. میتونند دشمنان وطن در جریان روز رایدی از یک اسلحه و خاطر ترور هموطنان ما استفاده کنند. پیش از این وزارت امور داخله گفته است که بیش از 50,000 نیروی نظامی انتخابات مجلس نمایندگان را تامین امنیت می کنند. بله، و مهمانان ما در بحث امشب برای تحلیل برنامه های نامزدان که ما اینجا در کابل داریم و همچنان در ننگرهار همکارم فواد اکبرزای هنوز هم است و با نامزدان از اونجا هم گفتگویی داره، آقای دانش کروخیل ژورنالیست و خانم شهلا فرید استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل. سلام بر شما، ممنون از حضورتان به برنامه مهمانان عزیز. و نعمت، میریم به ننگرهار. اول نامزد را از اونجا میگیریم، میبینیم که اونا چی برنامه‌ای برای رفتن به مجلس نمایندگان دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو دمخه ګران لیدونکو کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم، احترامات. زمانو وفی ولاده تخلص شریفی کوم، د انجینر محمد نواب زویم، د لغمان ولاده قرغې ولسوالۍ د پرمانخیل د کلی اوسیدونکی. زما ابتدایي زده کړې ولادت کې شوې دي او
تحصیلات می د ترکیه په یواد کې د انجینری په بخش کې د استانبول تکنیک یونیورسيټي نه فارغ شوم. تجربه متسده یعنی په تیر کې متسده د تیر سواله سو کالونه په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې زما سلور شرکتونه دي چې یوکسل دیما او ایران په نام شرکتونه زما چې زاغه اوس فعلاً د پایز د کانتری منیجر او وظیفه اجرا کوم او زه رئیس د افغانستان یم په ګردیز ولایت کې. شخصي شرکتونه دا شخصي شرکتونه دي البته زه کانتری منیجر یم دا شرکتونه اصلي مین برانچ په ترکیه کې ده او په کابل کې ده برانچونه دي. څه وشول چې داسې یو نیت مو وکړ چې ولسي جرګې ته ځان کاندید کړي؟ دا خو ویلی شو چې دغه بدبختیانه یا دغه مشکلاتونه د موږ او تاسو د افغانستان په هر ګوټ کې هر ولایت کې دا مشکلات شته. خو مخصوصا راځو موږ خپل ولایت ته لغمان ولایت ته چې په لغمان ولایت کې عموما مشکلات زیات دي. اما په عموما ساته ویلی شو چې زموږ ډیر ځوانان چې تر ماستری تر کچې پورې دي اما تر اوسه پورې هغوی ته زمینه د کار یا د وظیفې نه برابرېږي. مثلا زمونږ دولتي ادارې دي، زمونږ دولتي ادارې مثلا شاروالی ده، معرف ده، شهدا او معلولین ده، مهاجرینو ریاستونه زمونږ فعلا یرغمل دي، اسیره دي، د هغه اشخاصو له خوا نه اسیره دي. متاسفانه باید ووایم چې موږ هغوی ته په خپل لاسو رایه ورکړې وه او هغوی هم د نماینده په سفر. یعنی یو خبره دا ده چې په لغمان کې خلکو زده کړې کړي، لوستي کسان دي خو کار ورته نشته. تاسې که چیرې ولسي جرګې ته لاړو عمومه یو د لغمان د خلکو استازی شئ، د کاری اسانتیا او د برابرول په برخه کې به څه وکړي؟ ډیره مننه. خبره دا ده چې موږ تر ټولو په حوالیت کې به انشاء الله الرحمن دا وکړو چې لغمان درې منظور شوي ولسوالۍ لري چې متاسفانه په تیرو 13 کالو کې چا د ده په هکله ډېر پلټنه او څېړنه ونه کوله او تا په تلاش ونه کړ چې تر څو د رئیس حبیب جمهور رسمي شوي. دا خو جدا مسله ده. اوس زما د پوښتنه دا وه چې تاسو ویل چې خلک کار نه لري په لغمان کې، بېروزګاره دي، نو د هغوی لپاره څه پروګرام ام دا وایم. وخت چې زمونږ ولسوالۍ منظوري شي، معموله خبره ده چې زمونږ به ډېر کادرونه هلته په کار شي او هلته به انکشافي پروژې راشي، زیربنایي پروژې به راشي، اقتصادي پروژې به راشي او په هغه کې به زمونږ ډېر ځوانان مصروفه شي او د کار زمینه به ورته برابره شي. متاسفانه چې هم شوشی نه ده شوی تر څو او خلک د دې نه رنج وړي او زمونږ ډېر دولتي ادارې چې ما تاسو ته مخکې وویل چې دا اسیره دي، حتی زمونږ ولسونه اسیران دي، زمونږ ځوانان اسیران دي. یعنی دا هر څه باید شو چې موږ څومره ډاډه یاست چې بریالی به شي ولسی جرګې؟ دا خو زه پیشبینی نشم کولای دا فیصله وو. مطمئن نه یاست؟ خواهش کوم صاحب، زه دا فیصله پریدم ولسته او د لغمان ولایت شریف او غیرتی خلکو ته راضی در تجمنه در کې چې برای در کوم تاسو کمپاینونه کوي څنګه ارزیابي کوي؟ ارزیابي خدا تر سو شکر الحمدلله خدا د ولسون خوشاله. کومه طریقه کوي کمپاین؟ کاملا آزاد او مستقل. شعار مو څه دی انتخاب شو؟ شعارم فقط او فقط هم دا ده چې زمونږ هر حرکت لغمان شموله ده، نه افراد شموله. یعنی یوازې لغمان استازی به ته پولیسي جرګه کې؟ موږ په ولسي جرګه کې نه، خیر نه، نه زمونږ به لغمان شموله. بله، لغمان شموله حرکت به په لغمان کې ان شاء الله الرحمن او په عمومه کې افغانستان شموله حرکت. څه پروګرام لري چې ولسي جرګې ته لار عمومي د ټولې واد خلکو لپاره څه لري چلته وي؟ تر ټولو مهم او اساسي خبره دا ده چې افغانستان خپل فعلا یو اشغال شوی هیواد او اشغال دی، یرغمل ده. افغانستان فعلا کاملا استقلالیت نه لري. موږ باید کوشش وکړو هر هغه معاهده چې امضا شوی دي د امریکایانو سره، د ناټو سره، په هغه باندې غور وکړو چې تر څو هغه معاهده اشاره ظاهرا امنیتي تړون ته د واشنگټن او کابل ترمنځ چې تاسو وایئ چې بیا کتنه پی وشي. بله بله، او دا ته وایي چې خلک د ټولنې د لغمان وایم د لغمان ولایت څه ډول خلک له تاسو ملاتړ کوي؟ مثلا ځوانان، سپینګیری، ښځې، څوک؟ ماشاءالله ټول دي، اما زیاتر ځوانان دي، فضل خدای ځوانان دي. د لغمان ځوانانو سره یو احساس، یو انګیزه موجوده ده چې غواړي مثبت بدلون راوړي. د خیر تاسو چې کمپاین کوي خلک ته وینا کوي څه پکې ډیر وایي؟ زمونږ وینا هم دغه ده چې موږ غواړو چې خپل ولسونه، خپل ولایات او خپل دولتي ادارې او خپل خلک له دې یرغمل او اسارت نه وباسو او موږ وغواړو چې هر سړی یو لغمان شمول هغه وکړي. ډېره مننه تاسو تشکر. ډېره مننه اکبر زه صاحب، له تاسو څخه بیا به هم وروسته تاسو سره ګرځو. سبب د ځل به د کابل نمایندان څخه یو مرکه از کابل هم بگیریم، بعدا در مورد برنامه‌هایشان بحث کنیم با مهمانان برنامه.
خانم حبیبه همدرد قادری میایند در مورد برنامه‌شون با ما صحبت میکنن. مهربانی. بفرمایید. خانم قادری خیلی خوش آمدین. ممنون از حضورتان و سلام بر شما. از کجا آغاز کردین و چی در کارنامه دارین میشه که؟ تشکر. نخست سلام خدمت شما، خدمت داورای عزیز و همه نامزاد وکلایی که اینجا هستن و تمام هموطنای عزیزم که بیننده برنامه هستن. په پیل کې داسې راته ووایاست، ولې مو غوښتله چې د ولسي جرګې لپاره ځان نوماند کړئ؟ من میخوام اول یک کم در مورد معرفی خود بر شما بگویم. من حبیبه قادری هستم، متولد کابل و تحصیلات ما دو لیسانس دارم، یکی ادبیات انگلیسی درس خواندم و دیگه هم ژورنالیسم درس خواندم و فعلا هم دانش آموز مقطع ماستری هستم. همچنان من 10 سال تجربه کاری در بخش آموزش تعلیم و تربیت دارم و 6 سالش این زمان ما با رسانه ها کار کردیم، انعکاس دهنده حقایق بودیم، از درد و رنج مردم خود نوشتیم و همچنان 4 سال تجربه در شورای ولایتی کابل دارم که من حیث نماینده مردم در شورای ولایتی کابل کار کردیم. بله. و برنامه ما یا چیزی که ما میخوایم در پارلمان برم به دلیل از اینکه ما میخوایم که خب صلاحیت های پارلمان در فصل 5 قانون اساسی مشخصا تشریح شده که از اون جمله یک پل ارتباطی میان مردم و حکومت هستند که مهمترینشان هم تصویب قوانین، تعدیل قوانین و نظارت از عملکرد حکومت میباشه و جز برنامه منه که از تمام نامزد وکلا ای باشه که ما بتانیم اولین کاری که میکنیم یک اعتمادسازی، فضای اعتمادسازی را در میان مجلس با مردم بسازیم تا چون نتیجه پارلمان گذشته ما یک فضای اعتمادی. شما واقعا فکر میکنید که مجلس گذشته یک نوع بی‌اعتمادی را میان مردم بیشتر ساخته؟ خب از اینکه یک فضای بی‌اعتمادی میان مردم و مجلس نمایندگان هست، ما میخواهیم که اول او را اعتماد سازی با وجود بیاید و بعد هم قسمی که تجربه‌ای که ما داریم از گذشته و بنابر مشکلات مردم ما برنامه های کاری خود را که تنظیم کردیم، قسمی است که ما مشکلات تمام افغانستان را به 8 بخش تقسیم کردیم که از او جمله بیسوادی، تعصب، فساد، غصب، مافیا، قتل ناحق و فشار خارجی می باشه. که ما در هر حوزه می تانیم در اینا کار بکنیم و قسمی که گفتیم یک بخشی از کارکرد پارلمان بخش بیسوادی که شما گفتین در بخش آموزش پرورش هم 10 سال کار کردین، چی برنامه مشخص دارین که حداقل افغانستان شروع میخوایم باشه؟ میخوایم ادامه بتم. ای که من گفتم براتون که یک بخشی از کار یا صلاحیت های پارلمان نظارت بر تطبیق قوانین یا نظارت بر عملکرد حکومت است. ما نمیتونیم بگوییم که میریم مکتب میسازیم، سرک میسازیم و یا سایر موارد دیگه. اما ما از او صلاحیت هایی که بر ما داده شده در پارلمان ما میتونیم که نظارت از تطبیق قوانین، ما میتونیم وزارت معارف مثلا ما سوادی، ما از کارکرد و از پلانای وزارت معارف میتونیم که نظارت بکنیم به خاطر بهبود وضعیت معارف و هرگاه ما از قسمی که من تشریح کردم که چند مشکلی که عمده ای که ما در افغانستان داریم، اگر ما بخوایم که کشور ما را از بی سوادی نجات بتیم، قشر جامعه ما، افراد جامعه ما با سواد باشن و روشن فکر باشن، اینا فساد نمیکنن. اما هرگاه فساد از بین رفت، وقتی ما روشن فکر بودیم فساد نمیکنیم، وقتی فساد از بین رفت تعصب نمیکنیم. بله. وقت مدیر کم دی چی او څو پښتون ته جواب نه راکید. پارلمان موجودیت ته یو هیواد لپاره څومره ارزښت لري؟ موجودیت پارلمان، ببینین پارلمان یک نهاد قانونگذار هست و یک پل ارتباطی میان مردم و حکومت است که در اینجا نقش خود را داره و هرگاه ما تصامیمی که ما از صلاحیت هایی که در پارلمان هست قوانین براش اجازه داده، به خاطر از او که در پرتو از او کار میکنن، میتونن که یک پل ارتباطی میان مردم باشن. گفتیم که در تصویب قوانین، تعدیل قوانین و نظارت از عملکرد قوانین کار بکنن به خاطر هدفی که داشته باشیم، به خاطر آبادانی افغانستان. خانم قادری، شعار انتخاباتی تان چیست؟ شعار انتخاباتی ما است که عمل بهتر از گفتار. به خاطر از اینکه ما این انتخاب کردیم، به خاطر از اینکه ما بیشتر وقتا از تمام افراد و اشخاص حکومتی ما، از مقامات بلند ما همیشه شعار شنیدیم. ما من حیث یک جوان مسئولیت پذیر نمیخوایم دیگه شعار بتون برای مردم خود، ما میخوایم عمل بکنیم. اگر به مجلس راه نیافتین نتیجه انتخابات رو میپذیرین؟
خب ما آرزو داریم که وقت اشتراک مردم، وقت انتخابات میگیم، ما انتخابات یعنی انتخاب مردم، ما میپذیریم که مردم هرچی تصمیم بگیرن، اما شاید مثل کسانی که سرکار را بند کنن و تشنج ایجاد بکنن، کارهای دیگه بکنن، او تو کارهای نخواد کرد. پر تکنو بند باور لری چی ترسر هستی؟ ببینید، انتخابات یک پروسه است که ما در کشورهای برجسته جهان نتانستیم که جلو تقلب در انتخابات بگیریم. افغانستان یک کشوری است که ما همیشه با چالش دیر منن اقلی قدری خوشحاله است. خانم حبیبه همدرد قادری بودن در مورد برنامهشون صحبت کردن. حالا بریم در رابطه با برنامه هر دو نامزد از کابل و از ننگرهار با مهمانان برنامه صحبت کنیم. خانم فرید، شما چی فکر میکنین که برنامه‌هایشان تا چی حد برنامه‌های عملی بود و این که یک برنامه متفاوت از کسایی که در دور گذشته در مجلس نمایندگان افغانستان بودند؟ عرض سلام دارم به شما بیننده های محترم و کاندیدای محترم که اینجا تشریف آوردن و مهمان برنامه شما. ببینین، ما در رابطه با کاندیدایی که در شرایط فعلی خود کاندید کردن، دیدگاه ما بیشتری است که ما یک پارلمان بهترتر از پارلمان گذشته داشته باشیم. لذا کسایی که تحصیلشان، صاحب کارشان و تجربه کارشان ارتباط به کار داخل پارلمان نمیگیره، من نمیتونم برنامه از اینا رو تایید کنم. چنانچه انجینر وفیولاک از لغمان خود کاندید کردن، از گفتارشان، از بیانشان واضحا به صراحت معلوم میشد که هنوز اینا مشخص کرده نتونستن که یک وکیل در داخل پارلمان چی مسئولیت ها دارن. در رابطه با خانم قابدیری، من به این فکر هستم و ما زنها یک اصطلاح در افغانستان بین خود داریم یا یک وجیزه داریم، یک زن وقت یک زن قوی برای حق خود برمیخیزه، ولی زن قوی تر برای گرفتن حق دیگر زنها هم اقدام میکنه. من فکر میکنم هر زنی که در افغانستان در این شرایط خود کاندید میکنه و خصوصا یک تجربه قبلی نمایندگی از مردم در داخل شورای ولایتی داره، خامخا این با استفاده از تجارب خود میتونه یک نماینده موفق در پارلمان باشه. که خیلی سپتاسم در دوار نمایندگان په تړاو باندې لاند نظر ورکړي چې د دوی طرحې څه ډول وي. من نظر هم تاسو ته درنو لیدونکو اوریدونکو ته او استاد ته او نو نمایندانو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تر کومه حد چې ما هم د وفیولا شریفي صاحب سیل لغمان ځان کاندید کړی هغه برنامه واورېده، زه هم په دې اندیم چې د وفیولا صاحب دغه سیاسي پوهه کمه وه، یعنی هغه څه چې د یو وکیل یا د ولسی جرګې د یو غړي مسؤلیتونه دي هغه د په متاسفانه په سم شکل د ونه سو کړی تشریح کی درسته ده. د خپله په افغانستان کې به کار کړی هغه لوړ زده کړې به ولري، اما کوم شی چې ډیر مهم و هغه دا و چې د ټول تمرکز د لغمان په درې ولسوالیو وي چې هغه به دې څنګه منظوري اخلي. په داسې حال کې چې د یو وکیل مسؤلیت زما په خیال ډیر زیات ده، چې باید دغه برخې ته توجه کړی وای. یوه خبره چې زه د شریفي صاحب په اړه باندې غواړم ووایم، هغه دا ده چې په دغسې یو هیواد کې چې دی ورته د اشغال کلمه کاروي، بیا ولې دی ځان کاندیدوي؟ نو دغه موضوع ده چې باید له ده نه جدي پوښتنه وشي. در مورد برنامه قادری صاحب، خوشبختانه که اینا بسیار خوب هم وظایف را که یک وکیل داره و یک عضو به اصطلاح ولسی جرګه داره او را تشریح کرد و بسیار تمرکز سر ازمو بود. بله. مثل که یک کسی او را زیاد تمرین کرده باشه، اما ای که چی کارهایی را باید در ولسی جرګه کرده بسیار واضح نبود. یک بار برنامه‌گذار بعد دوباره به شما برمیگردیم. فواد با نامزد بعدی گفتگو میکنه. بله. اکبرزی صاحب که از موږ آوازه او را مهربانی لاغ نومان سره چې تاسو را بللی دی خبرې وکړي او د دوی لپاره چې څه ویل غواړي او کومه برنامه لري مهرباني وکړئ. مننه صدف او نعمت. بل نومان چې راسره دلته دی له ننګرهاره ولسي جرګې ته کاندید ښاغلی سید اکرام دی او د ده دا دویم ځل دی چې ولسي جرګې ته ځان کاند کړی. ښه راغلاس ښاغلی سید اکرام. مننه. څه وشول چې د دویم ځل لپاره مو ځان بیا کاندید کړ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ستاسو ټولو معززو لیدونکو ته. واقعا زه په دې افتخار کوم چې زه انجینر سید اکرام او خپل د معزز ولسونو په اخلاص کلک ملاتړ او د خدای جل جلاله په توکل دوم ځلې د ننګرهار څخه مستقل کاندید یم ولسي جرګې ته. واقعا په دغه تېر شپاړسم دوره کې مننه کوم د ننګرهار د ولسونو څخه او د مشرقي د ولسونو څخه چې په ما اعتماد کړی و، په ډېر زړورتیا، په صداقت، ایمانداری،
د دوی هغه استازی توب مې د افغانستان پولیسي جرګه کې کړی چې دوه کاله د منشي په صفت وم او که د یو استازی په صفت د یو ارتباطي پل په شکل د ولسونو او د حکومت ترمنځ د خپل د ولسونو د مشکلاتو او د دوی غږ رسولو په خاطر هغه وظیفه چې د قانون په چوکاټ کې وو په ډیر صداقت او ایمانداری مې هغه اجرا کړ او ان شاء الله د ماغه ولوسونو په حمایت او کلک ملاتړ یو ځل بیا هم خپل د ولوسونو خدمت لپاره نوماند په وخت کې ولیدونکو ته ډیر واضح وي چې په دغه دوره کې شپږمه دوره کې شتاسي د ننګرهار د خلکو استازي پولیس جرګه کې یو درې لوی کارونه مو خلکو ته کړی چې دی ننګرهار د علم او ادب زانګو د اول د خونه او روزنه په برخه کې د یو مدرسه یا د یو مسجد نه نیولې تر مکاتب پورې تر دکتورا پورې چې د دې افتخار په ننګرهار کې لرو دا د حکومت د چارواکو په همکاري الحمدلله نن په ننګرهار کې دا افتخار لرو چې د ننګرهار په پونتون کې د شریعت او دکتورا هم شتون لري او په عین وخت نقش درلوده دا واقعا ما خپل دغه ټول کارونه د قانون په چوکاټ کې خلاص کړی او دا افتخار لرو. دا یو دوم 250 بې وزلو محصلینو فقیر چې د عالی تحصیلات او توانایي نه درلوده په خپل مالی لګښت او د ورونو او د دوستانو او د نور ملي تاجرانو په همکاري 250 فقیر محصلین مې سپانسر کړی چې دا فارغ شوی او زر کاسه نور ځوانان مې هم روزلې دي. دریم دا درته وایم چې برېښنا مونږ یو لس میگاوات برېښنا درلود الحمدلله ما خپل سرویران 15 کاله مخکې راوسته و ټول امکانات مې ورته برابر کړی و اوس اضافه د 50,000 کورونه زمونږ د برېښنا خوند شوي دي. څلورم درته وایم چې همدا تیر درې میاشتو کې 3,000 بې وزلو فامیلیو ته د کار زمینه مې برابر کړل. تقریبا اوس خلکو لیدونکو به مطلب اخیستی وي. دا ځل کوم نوی پروګرام سره ځي؟ دا ځل هم لکه تیر ځل چې مې دا ثابت کړی او ډېر ولسونه زمونږ رضایت لري همدا اوس 2,000 رضاکار کمپاینر لرم چې تاسو کولی شئ زمونږ د کمپاین په سایټ کې هم وګورئ. دا ځل هم دا هوډ لرم خپل خلکو سره چې لکه تیر ځل غوندې په صداقت او ایمانداري چې څنګه استازیتوب مې کړی چې نه فاسدم نه غاصبم نه زورواکیم او نه کوم معاملګرم په ماغه هوډ بیا خپل د خلکو او د ولسونو د یو خادم په صفت آلته زوم د دوی د قانون په چوکاټ کې د دوی هر نوع حق او حقوق د دولت څخه واړو په دې چې ننګرهار کې مونږ یوازنه ډیر مشکل چلرو هغه امنیتی دی چې باید دلته تشکیل دوه برابر شي. یو سرحدي ولایت دی او دغه ولایت ډیر مهم ولایت دی. دوم ننګرهار په زراعت بخش کې دا ځلې چې زما دغه انتخابي نخانم د جوارو دوه وګی دي ډیر کوشش کوم چې د زراعت په بخش کې د برېښنا په بخش کې او د خونه او روزنه تر هم داده چې دا ځلې دغه کوم ماسلین مې چې 2,500 ځوانان مې روزلې دي ان شاء الله د دینه به اضافه ځوانان به وزلو ځوانان سره همکاري کوم د دوی مالی لګښت او هر شی زه او زما فامیل به پرداخت کړي او په عین وخت کې 50,000 کورونه د برېښنا خاون شوي زه دا ډاډ ورکوم خلکو ته چې په راتلونکو درې کالو کې دا به یو لک کورونو نه زیات به مستفید شي. دا چې اوس برېښنا نشته د لغمان په ولایت کې یو ولسوالي کې یو پایه د مخالفین واهله او هغه د حکومت او امنیتی ارګانونو وظیفه ده. د نظارت برخه کې ډېر لاندې وایي څومره نقش درلود د حکومت په کار. الحمدلله سونه چې قانون مونږ ته اجازه را کړی او اماغه نظارت هم کړی او کوشش هم کړی چې کوم بودیجه مونږ تصویب کړی هغه بودیجه نه نظارت وکړو کوم کارونه چې په ننګرهار کې یا د ملک په سطحه چې څه قانون مونږ ته اجازه را کړی او دا قانون په چوکاټ کې خپل نظارت هم کړی چې د ټاکنو پر روان بهیر باور لري د شفافیت لرخ چې شفافه پروسه وي. زه فکر کوم دا مونږ ته ډیر زیات قوت را کړی چې دغه بایومټریک چې اوس ایجاد شوی ان شاء الله دغه بایومټریک اضافه د 90% به شفافیت رامنځته کړي. امیدوار یم چې دغه بایومټریک واقعا تطبیق شي او دا به د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره به ډیر مهم وي. ډیر مننه کوم. درنو لیدونکو بیرته ورګرځو د کابل سټوډیو. ډیر مننه اکبر صاحب. صدا په روبه ګرځو سیاسي تحلیلګرانو ته چې دوی د ننګرهار څخه د نومان په اړه څه نظر درلود خو تر هغه وړاندې لنډه وقفه ګورو. له وقفې وروسته به بیرته راوګرځو. بله، پې
پیش از اینکه بریم به میان برنامه باید بگویم که آقای سید اکرام بودن از ننگرهار که برای دومین بار خود را نامزد ساختن. حالا میریم میان برنامه. قدرمن لیدونکو بیا هم شرق لاست او صدف دزل بل کابل خبل نوماند را معرفی کوچی اغیر اس خپل زیت تشریف راوی سید محمد هادی هادی بله آقای سید محمد هادی هادی آمدن و در مورد برنامه‌شان صحبت میکنن. آقای هادی سلام بر شما، ممنون از حضورتان به برنامه. ایره بگوین اول که آقای هادی تا این مدت چی کار کرده و آیا شما نامزد مستقل هستین و یا از جریان سیاسی هستین؟ در مورد خود کوتاه برما بگوین. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما، سید محمد هادی هادی هستم، متولد سال 37 از ولایت میدان وردک. تحصیلات عالی را از سال 52 تا 57 در ایران به اتمام رساندیم و بعد در آغاز جهاد از هرات شروع کردیم. جنگ‌های پارتیزانی را از کابل آغاز کردیم. یک بار زندان پلچرخی رفتیم، دوباره از دست سروری فرار کردیم و رئیس حرکت از مؤسسین حزب حرکت اسلامی افغانستان به رهبری آیت الله لزمای محسنی بودیم و رئیس شورای عالی داخلی حرکت اسلامی که مسئولیت داخل افغانستان به عهده ما بوده و رئیس شورای عالی جهاد و رئیس سیاسی حزب حرکت اسلامی و رئیس شورای اجراییش بودیم و در کابینه اول مجاهدین وزیر زراعت بودیم و وزیر مشاور و در آخر باز مسئولیت وزارت شهدا و معلولین داشتیم. در حدود 14 کشور در کنفرانس های شرکت کردیم و دو سه مرتبه هم زخمی شدیم. در چوکات جریان سیاسی که شما هستین چی کار بر مردم کابل کردین که حداقل مردم به شما اعتماد کنن و رای بدن؟ یقینا مردم کابل مرا میشناسه که چی در زمان مسئولیت های اداری که در نظام ها داشتیم برای بخش های زراعتی زحمات زیادی کشیدیم، برای حفظ امکانات وزارت، برای رشدش، برای ارتقایش و آخرین وظیفه هم که ما داشتیم در وزارت شهدا و معلولین، یقینا در یک مدت کوتاه ما بیش از حدود 70,000 تقلب از بین بردیم. ساختار وزارت شهدا و معلولین تجدید کردیم و تعمیر کردیم و یقینا خانواده شهدا میفهمه که ما در ارتباط ارتقای ظرفیت از اینا، وضعیت از اینا، کشیدن از اینا از انزوا در جامعه، ایجاد برنامه ریزی دفاع از حقوق از اینا. آقای هادی بیان در مورد برنامه های امروزتان برای رفتن به مجلس نمایندگان بگوین که از بطن جامعه هستین، مشکلات مردم را هم میفهمین، برای حل مشکلات مردم برای رفتن به مجلس چی برنامه های دارین؟ بایی که ما در لوی جرگه قانون اساسی عضوش بودیم و بعدش در جرگه امن افغانستان و پاکستان حضور داشتیم و عضوش بودیم، نیاز عمده ای که ما با افتخارات که در افغانستان کسب شده و مردم افغانستان دارای یک قانون اساسی منظم هستند و برنامه های تقنین خود داره و برنامه های قضایی خود داره، یک مشکل نهایت عمده است که در پارلمان افغانستان ما به نگاه ما نگاه به اصطلاح یک ساحه جنگی، یک ساحه اختلافات، یک ساحه دور از هم دیگر شدن است. همیشه ما در داخل پارلمان شاهد رقابت بودیم، چی در میان خودشان و چی در داخل میان مجلس نمایندگان برنامه‌ای دارین؟ این کار را چگونه می‌کنین؟ یقینا یکی از اساسی ترین برنامه‌های ما است که در پارلمان به جای رقابت منفی، ایجاد اختلافات قومی، باید با محبت و برادری زندگی بکنیم و رابطه پارلمان با دولت باید برقرار بکنیم. اگر بنا باشه که ما دارای یک نظام باشیم، باید هماهنگی باشیم در رقابت و جنگ و کشمکش و بدبختی های بین سه قوا. هرگز مشکل افغانستان حل نمیشه. پاسخ بدین شعار انتخاباتی تان چیست و چقدر پول دارین؟ من امیدوار هستم که این نوبت آدم های کم پول یا بی پول باشه. من از مجاهدینی هستم که دو سه دوره در وزارتخانه ها بودیم، هیچ پول ندارم. ولی شعار انتخاباتی ما ایست که هستیم
بران عهدی که بستیم برای استقلال افغانستان و برای نجات افغانستان و برای رفاه افغانستان در راستای اهداف شهدا هنوزم ایستاده است. آقای هادی، آیا موارد هستن که فکر میکنین باید در موردش قانون ساخته شود اگر شما به مجلس رفتین؟ قطعا در یک کشور قانون اساسی دوامدار تعقیب میشه، بازنگری میشه، بررسی مثلا میشه. مثلا چی قانون بیشتر نیاز داره که حداقل در این دور مجلس رویش بر غور و بررسی صورت بگیره؟ من در راستای قوانین وزارت خانه ها فکر میکنم مهمترین کارها وجود داره، از جمله قوانین در راستای دفاع و حمایت از خانواده های شهدا و جانبازا از مهمترین برنامه است، چون این قشر محروم و مظلوم و تلف شده است که فعلا در یک انزوا قرار داره. اگر کامیاب نشدین نتیجه انتخابات رو میپذیرین؟ ما در رابطه احترام به مردم و تشکر از مردمی که به خاطر انتخابات ناخنهایش بریده شد یقینا با همه این مشکلات قبول دارم. دیر منن او کروخیل صاحب، تاسو را گرزو تاسو د دوارو نماندانو خبری واوری دی لننگرهار ولایت څخه سید اکرام و د کابل څخه سید محمد حدی حدی و د دوی په پروګرامونو کې څه و د ولس لپاره؟ انجینر صاحب سید اکرام د خپلو کړنو په اړه او د خپلو برنامو په اړه دلته خبرې وکړې چې ما د وویلې چې ما د ننګرهار د ولسونو هغه مشکلات حل کړي. ما تر کومه حده چې معلومات د ننګرهار خلک ستونزې او مشکلات پر ځای پاتې دي او هر وخت له همدې نه سر ټکوي. دا اوس د ننګرهار نامنی نه زه فکر کوم د افغانستان ټول ولس خبر هم د پوهیږي، نو له ده نه باید دغه پوښتنه وشي چې د کوم مشکلات د ننګرهار د خلکو حل کړي دي او دغه راز د خدای دې وکړي. ګفتن یک فضای خیلی خوب را میان حکومت و مردم ننګرهار ایجاد کردن، از دستاوردهای خود صحبت کردن. او د ځینو مهمو لاسته راوړنو خبرې وکړې سي که رښتیا د ننګرهار خلکو ته دغومره په تعلیمي یا د ښوونې او روزنې برخه کې دغومره کار کړی، یا د برېښنا په برخه کې 50,000 کورونو ته دې توانېدلی، خو دا خو غټې لاسته راوړنې دي. خو یوه پوښتنه باید له ده نه دا سوې وای سه دوغمر امکانات دل کم کړي، یعنی دا د حکومت په امکاناتو دا کارونه کړي که دا د شخصي له امکاناتو نه. ما یو ټیک ته اشاره وسوه چې د حکومت برېښنا دغو کورونو ته رسولې ده چې هغوی له برق څخه محروم کېدی سي. تر ډېره حده پورې اوس موږ د ننګرهار خلک ګورو دوی فیصله حتی د ټول نظام نه ناخوښې دي. مشکلات په ننګرهار ټوله کې برنامه یې څه ډول وه؟ تر په کومه برخه کې چې ده کومې ژمنې وکړې، که چیرې دی رښتیا دغه ژمنې له خپلو امکاناتو نه وکړي، نو کیدای شي برنامه یې تر ډېره حده پورې ښایي رابسو د سید محمد هادي هادي صاحب برنامو ته چې د وینا له مخې دی تر ډیره حده پورې خپله کاري تجربه لري، د جهاد له وخته د زراعت په وزارت کې دغه راز د شهدا او د معلنینو په وزارت کې کدی رښتیا هم د دغه قشر نمایندګي په پارلمان کې وکړی سي چې دی رښتیا هغه کونډې ورنډې په دغه 150 کلونو کې چې دلته ډېرې خویندې موږ اعتمان لرو، ډېرې خویندې له ستونزو او مشکلاتو سره که دی دغه نمایندګي په رښتیا ډول وسي نو دا به ښایي. ډېره مننه شما و خانم فرید. شما برنامه این دو نامزد را چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینین انجینر صاحب سید اکرام بیشتر کارهای حکومت انجام دادن. من فکر میکنم که تمام کاندیدا یک تفکیک قوا که در افغانستان بنابر صلاحیت های هر قوا وجود داره با در نظر داشت همین تفکیک قوا وظایف خود تنظیم کنه یا پلان های بعدی خود تنظیم کنه. در جریان وکیل بودنشان تجربه کردن، بیشتر کارهای حکومت انجام دادن، بیشتر به اجتماع بودن. کار اصلی که در داخل پارلمان باید اونها حضور می داشتن و بر تصویب قوانین کوشش میکردن، من فکر میکنم غیابت بیشتر در پارلمان یا این کارکردشان بیشتر غیابتشان در پارلمان واضح می سازه. ولی در هر صورت اینا حضور داشتن در پارلمان، ولی چون پلان ها و برنامه هایشان مطابق به وظایف داخلی پارلمان نبوده یا مطابق به صلاحیت های پارلمان نبوده، من فکر میکنم که نقش ضعیفتر اینا ایفا کردن. لذا امیدوار هستم که اینا برنامه های خود قسم تنظیم کنند که نه تنها مداخله به صلاحیت های قوه اجرایه باشه، بلکه مشخص در ارتباط به پلان های داخل وظایف داخلی. از آقای بهادی تجربه کافی در حکومتداری داشتن، در کار حکومتداری
یاری خوبتر داشتن. من امیدوار هستم که پلانهای بعدی خود که در قوه مقننه کشور یا در پارلمان کشور حضور پیدا میکنن، اینا بیشتر ارتباط بگیره با وظایف داخل پارلمان. من فکر میکنم تجربه که اینا دارن میتونن که برای آماده هستن که داخل پارلمان برن، حداقل با قشری که خودشون به ارتباط داره و برنامه‌ای که خودشون برای شهدا و معلولین دارن بیشتر از مجرای قانونگذاری یک زمینه را مساعد بسازن. ممنون از شما و نعمت. بریم باز هم به ننگرهار که اونجا فواد با سومین نامزد از ننگرهار گفتگو داره. بله اکبر. مننه او بل نمانچ دلتا را سره ده ننگرهار نه ولسی جرگیر تنمان ده خغل محمد شوائب یوسف زی. خراغ لاس خغل یوسف زی. سلامت یوسف. لنگ دزان پر لدون کتا وایست محمد شوائب یوسف زی چوگ ده؟ زه ډاکټر محمد شعیب یوسف زیم د ننګرهار څخه ولسی جرګې ته خپلواک نوماند. تیر مو څه دی څه مو کړي تجربه زده کړي؟ زه خو اصلا د مسلک په لحاظ باندې ډاکټر یم، ما د طب فاکولته لوستلې دلته په ننګرهار کې، خو یو څه موده زه په طبي پرکټس کې وم. ما د ډاکټر په حیث مې کار کړی، خو زیات کارونه مې په سیاسي او اجتماعي ډګر کې دي. څه یعنی سیاست کې مو څه کول تیر؟ په تیر کې خو د نور وطنوالو په شان زه هم په پیښور کې مهاجر وم، او په هغه ځایونو کې موږ سیاسي فعالیتونه لرل. او قدرمن لیدونکو، د تخنیکي ستونزو له کبله څخه د ننګرهار اړیکه زموږ سره قطع سول، او بیا به هم کوشش کوي تخنیکي همکاران چې دغه اړیکه بیرته وصل کړي. ورو بګرځو د کابل نوماندان تا زمانه که دوباره فواد اونجا بتونن که مشکلات تکنیکی حل بسازن و ما با اونا وصل شویم. گفتگویشان با آقای شعیب یوسف زی ناتکمیل ماند. ببینیم اگر اونا وصل نشدن چی باید پا طولانه که ده اصلاح ده پارا کاروشی از من طولانه دیر ضرورت لری چی پا که طولانه که اصلاح واس دولیسی جرگی للارکی که نور یو لارمشتر چی یو چوکی تعقیب که از فکر کم چی په هر موقف و مقام کې کېدای شي خود ولسی جرګې اهمیت لږ ډېر دی په دې کې. بله، او بل مو هدف څه دی د کاندیدینو؟ بل عمل چې زمونږ ملي وجیبه ده، زمونږ خلک په تکلیف کې دي، زمونږ خلک ځورېږي. زمونږ استاسې په ملک کې صحي یا د طبي خدمتونو معیار ډېر ټیټ دی. خلک زمونږ روان دي ډلې ډلې خارج ته ځي د تداوی دپاره، د معارف. بل څه پروګرام سره غواړئ ولسی جرګې ته ځان ورسوئ؟ موږ خو پروګرام اصلا کې زه فکر کوم چې د ټولو مسایلو هغه ریشه او په اصطلاح باندې هغه اساس د مسایلو چې د نورو مسایلو یا ستونزو ته لاره پرانیستې ده، زموږ په ملک یا زموږ په هیواد کې دوه دي. یوه زموږ د خلکو د سواد او د آګاهۍ د کچې ټیټوالی دی. دوهم په نظام کې، په حکومتي نظام کې د شفافیت نشتوالی یا د فساد موجودیت. اوس نو دغه دوه لویو ستونزو لپاره تاسو څه لرئ چې د ولسي جرګې د یو غړي په توګه په حل کې نقش ولرئ؟ بله، تاسو پوهیږئ چې ولسي جرګه یو مقننه قوه ده، قانون جوړونکې اداره ده د دولت، او په څنګ د دې کې د قانون نظارت کوي. کله چې قانون ښه نظارت شي، د قانون حاکمیت راشي په ټولنه کې، موږ ته یو څه لاسته راوړنې راځي. قانون چې تطبیقیږي عدالت راځي، د عدالت نه بیا مسؤلیت او امنیت راځي. نو د دې په رڼا کې چې کله قانون تطبیقیږي، طبعا تاسو پوهیږئ چې فساد به ورک شي، اصلاحات به راشي. نظارت به تاسو که چېرې ولسي جرګې ته لار ومومئ، د ولسي جرګې د یو غړي په توګه د حکومت په کارونو به څنګه نظارت کوئ؟ خو موږ به د حکومت سره په یو نږدې تماس کې یاسو. موږ به د حکومت ادارې ټول څارو. مثلا یو ځانګړی فکر یو ذهنیت لري ځان سره، خو طبعا د حکومت کارونه تقریبا ډېری یې پارلمان ته راجي کېږي د تصویب دپاره، لکه مقررګانې او دا خبرې. نو موږ هغه څیرو او چې دا څومره د قانون سره په مطابقت کې دی، او بیا دا څونه تطبیقیږي دا هغه نظارت. د ننګرهار د خلکو اساسي ستونزې څه دي؟ د ننګرهار د خلکو اساسي ستونزې دوه درې کېدای شي. یو مسله ډېره مهمه هغه دا ده چې امنیت دی. ننګرهار یو سرحدي ولایت دی، او موږ او تاسې په تېرو کې ولیدل چې دلته ډېرې ناخوالې وشوې. بله، او بله مسله په ننګرهار کې معارف دي.
من په ننګرهار کې ډیر کم مکاتب لرو، ډیر داسې ځایونه شته، داسې ولسوالۍ شته چې په هغوی کې مکتب نشته، او که مکتب شته د کیفیت د نظره ډیر ټیټ دی. دوه مشکلات. او بل په ننګرهار کې منګه انرژي نه لرو، د برق کافی انرژي منګه تقریبا یو هفته کېږي چې په ننګرهار کې برق نشته ده، او ننګرهار ته باید انرژي راشي. د امنیت موضوع باندې وبخښئ، د امنیت موضوع باندې بلګوغه ګیګو ډېر اساسي موضوع ده. د لاندو کې وایي چې تاسو سره څه دي چې هلته ولسي جرګه کې مطرح کوي، او بیا په ننګرهار کې امنیت ښه شي؟ ډېر لاندو کې وایي ها په ولسي جرګه کې به منګه د ننګرهار د خلکو هم دغه ستونزې مطرح کوو چې امنیتي مسایل دي په معرف ډېر مننه سي وخت افغان خوښ کوم درنو دم کو بیت د کابل سټوډیو ته مننه اکبر زسه بیا به هم تاسو ترا ګرځو او صدق بله یک نامزد را میگیریم از کابل آقای محمد فاروق برکی میاین در مورد برنامه‌هایشان با ما صحبت میکنن. خیلی خوش آمدین، بفرمایین و اگر بگوین که تا اینجای کار چی در کارنامه دارین آقای برکی که به اعتماد او خود را نامزد ساختین. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه شما استادان عزیز، میهمانان گرامی، بیننده های تلویزیون وزینه تلو نیوز، احترامات قلبی خود تقدیم می دارم. نام محمد فاروق برکی است، متولد قری کمری ولسوالی بگرامی ولایت کابل هستم. دوره لیسه در لیسه نادریه به اتمام رسانیدیم. تحصیلات ماستری در رشته اقتصاد و دکترا هم در روابط بین الملل به اتمام رسانیدیم. در وزارت خارجه 30 سال کار کردیم و در پست های اساس ریاست های مختلف وزارت خارجه، من جمله در چندین کشور به صفت سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان ایفای وظیفه کردیم. در پهلوی وظایف دولتی خدمتگزار مردم خود بودیم. در تمام لویه جرگایی که تشکیل شده نماینده منتخب مردم کابل بودیم و فعلا هم در خدمت شما قرار داریم. بله، ولی ما دغه وظیفه ته ترک ورکړی، دغه وظیفه هم پریښودلې او راغله د پارلمان لپاره هم ځان نومنده. اصلا چی باعث شد؟ ببینین، ما از وظیفه اخیرم در قزاقستان بود به صفت سفیر و نماینده فوق العاده. با درک گز از مشکلات و مصائب دیده که در کشور دارم، مشکلات و پرابلم هایی که در برابر دموکراسی نوپای ما ایجاد میشه، وضع نابسامان اقتصاد کشور ما، فامیل های شهدا و معلولین، جنگ، بدبختی، مصیبت هایی که در کشور وجود داره، مرا وادار ساخت به ای که بیام از طریق خانه ملت که مظهر اراده مردم هست. و خیلی کوتاه آقای برکی، اگر در مورد برنامه هایتان بگین، بر رفتن به مجلس چی برنامه دارین؟ ما اگر اعتماد مردم را کسب بکنم، با پارلمان رای پیدا بکنم، مشخص اهداف خاصی که خدمت شما عرض بکنم، جلوگیری این در مبارزه خواهد کردم در رفع فساد در داخل پارلمان. چگونه؟ مثلا با تاسف که موضوع آشکار هست در بین پارلمان که گذشته، دوره گذشته، در مسائل فساد در بین اعضای پارلمان، در انتخابات پارلمانی، تشکیلات پارلمانی، در رای اعتماد به وزرا و کابینه، در سلب صلاحیت ها و استهزاء وزرا، مسائل وجود داره که بر همه مردم افغانستان برملا است. ما کوشش خواهد کردیم که فضای صاف، پاک، شفاف و یک پارلمان خدمتگزار صادق به مردم ایجاد بکنیم. بله، باورمندی هست چې خلک تاسو ته د اعتماد رای درک او پر تاسو باندې باور وکړي چې تاسو پارلمان ته ولیږئ؟ زه څه تجارب چې لرم او په کابل کې مې ژوند کړی ده، زه ډېر باورمند یم او خپل خلکو ته خدمتګار یم. بله، او امیدواریم چې خلک ما باندې اعتماد وکړي او زه د هغوی غږ به پارلمان کړم. حداقل در مورد مبارزه با فساد گفتین، هرگاه یکی از همقطاران شما دست به فساد بزنه، شما برای مبارزه با او چی میکنین در داخل مجلس؟ ما نظر من این است که در قدم اول اگر جمع دوستایی که اگر خدا بخواه پارلمان بریم و یک گروه پارلمانی را که مردم خدمتگزار و صادق به مردم افغانستان باشه ایجاد بکنیم، ما میخواهیم که رای در پارلمان علنی شود. در صورتی که رای علنی در پارلمان باشد، در اونجا همه شخصیت ها اعضای پارلمانی که رای میتن، مثال به وزرا در بخش بودیجه و در بعض مسائل بسیار مبرم کشور، اونا علنی نظرشان آشکار. بله، میشه که رای خود استفاده. بله، برکی صاحب بهرانه طبیعت لری؟
نخواستیم. ما تقریبا 62 سال عمر دارم و یک روز هم کابل را ترک نکردیم و در همه مشکلات کابل در کابل بودیم. و فامیلتان کجاست آقای بری؟ فامیلم هم در کابل است. 5 طفل دارم، همشون 3 دختر دکتر هست و 2 بچه هم تحصیلات عالی مستری دارند. خانم هم متخصص طب هست در بخش مولدی و نسایی. بله، خلق وای چی لوړپوړي چارواکی ډیر پیسې لري. ستاسو سرمایه څومره ده؟ ما الحمدلله راضی هستم از زندگیم، مشکلات اقتصادی ندارم، قرضدار هم نیستم. همه قدر پول دارم که زندگی خود با وجه احسن پیش میبرم. پر کمپاین متصمره مصرف کردید روز؟ در حدود 1,300,000 افغانی تا. بله. و شعار انتخاباتی تان چیست؟ ما شعار انتخاباتی ما اتحاد ما، قوت ما در اتحاد ماست و خواهم آمد تا مرهم زخمای دردیده مردم کشور خود شوم. او کچیری برای علی نسوی پارلمان تا بیا با کم برخه تاکی باوی؟ دا هیست زخو انشالله متحقینم چه خلق ما بند اعتماد بیکی اوز پارلمان تا لار پیدا کم که بل فرض دا کارمونیشی دا خدمت دا قوم دا وطن دا هواد ما تا میراث پاته دا اوز انشالله تر آخرین نمک دا خدمت دا خدمت دا خدمت. آقای محمد فاروق برکی بودن که در مورد برنامه هاشون صحبت کردن. خانم فرید، شما در مورد آقای شعیب یوسفزای فکر کنم آخرین مورد از ننگرهار صحبت کردن و آقای برکی برنامه هاشون. ببین، من باز هم به می عقیده هستم که کسایی که میخواین خود باعث وکیل کاندید میکنن و رای میگیرن داخل پارلمان میرن، قبل از اینکه اعتماد مردم را جلب میکنن به خود باید بدانن که آیا وظایف ارتباط به صلاحیت های پارلمان میگیره و وظایف انجام دادن میتونن. یعنی پلان را که دکتر صاحب یوسفزای داشتن بازم بسیار کلی و عمومی بود، ارتباط به کارهای داخل پارلمان یا صلاحیت پارلمان نمیگرفت یا کمتر ارتباط میگرفت، بس سر قانونگذاری هیچ نداشتن و نظارت هم فکر میکنن که پارلمان یا مجلس نمایندگان نظارت از تطبیق قانون میکنه، در حالی که نظارت از تطبیق قانون وظیفه مجلس نماینده ها نیست یا پارلمان افغانستان نیست. در کل پارلمان ها هیچ وقت هم نظارت از تطبیق قانون نمیکنن بلکه قانون میسازن. نشان میده که برنامه های بسیار وسیع دارن و نتونستن برنامه های معجر بسازن. ما امیدوار هستم تا چند روزی که باقی مانده اینا بیشتر سر برنامه های خود کار کنن. در ارتباط با آقای برکی ما باید بگویم ما در یک جمع شهروندای کابل بودیم. کابلی‌ها میگفتن که کمتر کابلی ها خود کاندید کرده و برای ما سخت است که دیگه شخصیت هایی که از دیگه ولایت است در کابل ما بر از اینا رای بدیم. ما کمتر اینا را شناسایی کرده میتونیم و اکثر کابلی ها میپولیدن که کابلی کی است که خود کاندید کرده باشه که ما بشناسیم او را و به اونا رای بدیم. ما تبریک میگم بر از اینا که باعث یک شهروند کابلی خود کاندید کردن. امیدوار هستم موفق باشن. پلانشون بسیار معجب بود، پلانشون مطابق با صلاحیت ها و وظایف پارلمان بود و همچنین اینا از تجربه بسیار کافی که و تخصص کافی که اینا دارن در ارتباط با کار پارلمان بسیار معجب میتونن کار کنن. امیدوار هستم که موفق شد. دیر منان او کرو خیل سیب تاسم ده دوار نماندان و پتر لابندی ده محمد شعیب یوسفزی او ده فاروق برکی پر لابندی خوال نظر ده دوار نماندان و کاری تجربه دیر زیاده وی خپل داکتر صاحب محمد شعیب یوسفزی په اصطلاح په ننګرهار کې کارونه کړي، د ننګرهار ستونزې د ډېرې واضح تشریح کړې، خو زه د استاد فرید شعله فرید صاحب سره زه موافق یم چې د دغو ستونزو د حل لپاره چې د څومره یې واضح برنامه درلوده دغسې واضح برنامه نه وه. او د ښاغلي د برکي صاحب کاري تجربه ډېره زیاته وه، دغه راز د ده دغه برخه د ما ډېره خوښه سوه چې دای کغواړي په اصطلاح د فساد په ضد مبارزه وکړي نو هغه دی له پارلمانه پیل کوي. او دا تاسو ته معلومه ده د افغانستان ولس په دا وروستیو وختو کې د پارلمان له غړو نه سر ټکوي، او که چیرې رښتیا هم دی په دغه برنامه کې کامیاب سي او دی بریالی سي او دی په پارلمان کې په ولسي جرګه کې دغه مبارزې ته له ځانه پیل کړي او په یو قوت بدل سي او د فساد په ضد په همغه ځای کې مبارزه وکړي، زه فکر وکوم کیدای شي د افغانستان راتلونکی ولس کیدای شي یو ښه پارلمان ولري. ډېره مننه کړو خیل صاحب. او صدف له لنډې وقفې وروسته به بیا هم راوګرځو او د دواړو محترم میلمنو څخه ډېره ډېره مننه کړو خیل صاحب. او ستاسو څخه ډېره مننه چې راغلاست شهلا فرید زموږ برنامه کې مو ګډون وکړئ. بله، آقای دانش کړو خیل ژورنالیست و آقای سیاسي بودن و خانم شهلا فرید استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل در برنامه با ما بودن. ممنون از حضورتان به برنامه. و ما تقریبا با 3 نامزد از ننگرهار و 3 نامزد هم از
ولایت کابل صحبت های داشتیم. اونا در مورد برنامه هایشان آمدن و اینجا با مردم حرف زدن و همچنان در میز تحلیلگران را که ما با خود داشتیم در مورد چگونگی عملی سازی برنامه هایشان هم نظریات خود را ارائه کردن. پس از میان برنامه باز هم برنامه انتخابات 97 ادامه داره و ما نامزدان را از ننگرهار و کابل همچنان داریم. میریم یک میان برنامه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. بله، به ادامه برنامه انتخابات 97 خوش آمدید و ما به بخش دوم این برنامه هستیم. همچنان نامزدان ننگرهار و کابل با خود داریم و مهمانان ما هم کسانی که حالا هستند، آقای محب الله شریف آگاه امور سیاسی و خانم شاگل رضایی فعال سیاسی. سلام بر شما بل کاندید چرا سره دلته ده د کونړ نه ده خاله نعمت الله کریاب شوخی ونی مل سیزه خبر یاد کړی خلاص خاله کریاب سلام تاسو او د افغانستان خلکو په زنګړی ډول د خپل مبارزه ملګرو ته درناوی وړاندې ما خود خبر یاده پاره یوازې ویل چې ونی مل سیمو خبر یالي کړی نور د ځان پاره کلیدونکو ته لاندو وای نو مې نعمت الله کریاب ده د نړیوالو څو رسنیو سره مې هم د غرم کار کړی ده د تر ماسترۍ زده کړې لرم د کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې استادم علمی رتبه مې پوهنیاري ده او د دې تر څنګ مې د خپل ولس په هر ناخواله او نادوده کې ته خپل توانه پورې ونډه اخیستې چې غږ یې ورسوم درد یې نړۍ ته ووایم او بالاخره اوس د هغه نه وروسته غواړم له یو بل ادرس نه د همدغو محکومو ولسونو د درد دوا شم. یعنې فکر کوئ چې دغه طرف چې تغییر شو، مثلا تاسو ویل د غږ د درد او د خلکو غږ رسول د خبریالۍ له لارې مو کول، اوس چې د ولسي جرګې د غړیتوب له لارې کوئ، په کوم تفاوت سره؟ ما په همدغومره موده کې د خپلو خلکو هر درد او کړاو نړۍ ته ووایم، خو په غږ کې یوازې پیغام و، نړۍ هم خبروله ولې رحم یې نه کوو، د افغانستان حکومت هم خبراوه ولې تغییر نه راوس. اوس غواړو چې په همدغه غږ کې یو څه صلاحیت وي، یوازې پیغام رسول نه وي، بلکې وغواړو چې زموږ ولس له کومې ناحیې کړیږي او ځورېږي، ولې حق خوړل کیږي او ولې نه ورکړل کیږي. اساسي هدف هم دا ده چې زموږ ولسونه له زده کړو بې برخې دي. زه د پوهنتون د یو استاذ په توګه ما دغه ټول محرومیتونه درک کړي دي او د همدغه د ترسروي دپاره به د افغانستان د حکومت نه غواړو چې دا راته سرته ورسوي. ډېر مشخص کوم پروګرامونه سره ځئ؟ درې څلور اهداف مو کوئ؟ زه چون د پوهنتون استاذ یم، تر هغه پورې چې افغانان زده کړې ونه کړي، تحصیل ونه کړي، بهر نړۍ ته لاړ شي، نو سیالی نشي کولی. موږ به د افغانستان له حکومت نه په دغه برخه کې متوازنوالی غواړو. دا ډول وطن د چا سره نه منو چې یو دی د یوه ولایت خلک دی درګرده ماسترۍ ډاکټرا کوي او د بل هغه دی محکوم او محروم پاتې کیږي. موږ به په دې برخه کې تر ټولو ډیره کلکه مبارزه وکړو چې د افغانستان حکومت دې ته واده راکړو چې د قانون دغه دوه مادې به حتما عملي کړي چې معرف به متوازنی، زده کړې به متوازنی او پرمختګ به متوازنی. دا به ترې غواړو. دا تر اوسه موږ ته نه دي شوي. زموږ ولس بې برخې پاتې دی. دا به راته عملي کوي. زموږ تر ټولو مهم شعار او برنامه د ولسونو زده کړو ته لاسرسی دی، د کیفیت ښه والی دی او دا هم په حکومت حق دی چې دا به راته کوي. اوس په کونړ کې تاسې د دې هدف ته د رسېدو لپاره مشخصا څه لرئ، څه طرحه لرئ چې دغه دوه درې کارونه وشي؟ یو مهمه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ سره په دې ناحیه کې ظلم کیږي. مثلا دوی د معرف د متوازنوالي خبره کوي، بیا که موږ وګورو د کابل لیسې په کومه سویه دي، زما لیسې په کومه سویه ده. موږ به ورته غواړو چې یا راته تعادل برابر که، هلته چې څه اسانتیاوې دي دا دلته راوله، یا راته د کانکور سیستم بدل که، لکه ته چې نور څه ویشې د افغانستان په خلکو. په ما کې هم دا استعداد او وړتیا زما د ځوانانو شته دی چې هلته لاړ شي، له بده مرغه مخه ونیول شي، ظرفیت کمی. موږ به د حکومت نه غواړو چې په دې برخه کې زموږ حق موږ ته راکړي. تر دې ور هاخوا د کونړ د خلکو نورې ستونزې څه دي اساسي چې دوی ته ډېر کړي دي؟ لویه ستونزه خو دا ده چې موږ د افغانستان په دغه لوی بحر په غاړه اوسیږو. د کونړ سیند هم څنګ ته بهیږي، زموږ ولس لاړ شي هلته د استسقا مونځ کوي. دا شرم دی، دا پیغور دی. د افغانستان حکومت به دې ته واداره کوو چې په خپل ټول توان له دغو اوبو د افغانستان د صنعتي کولو دپاره او د کونړ د خړوبولو دپاره راته ته ګټه واخلي. تر اوسه پورې چې هر څومره غفلت شوی هغه شوی، نور به دا زموږ دنده نه ده.
مسئولیت د خدا به تی غواړو د برته کوي څنګه به غواړي مثلا کده شي په تیر کې هم زینو استادو د خبره کوي کوم توپیر سره ټینګار پکاو یو تاکید به پکاو حکومت بل اخره مجبور و من به په مستدلل ډول ورزو من به یوازې د ولس نزان په دې نه خلاصو چې من لاړو د افغانستان حکومت ته مویل چې ګورې داز من پاغو او قدرمن لیدونکو به هم د تخنیکی ستونزې له امله له ننګرهار سره زموږ اړیکه پرې شوه. بله، نه تونستیم حرفای آقای قریابه بگیریم. او تخنیکی همکاران به هڅه کوي چې دغه اړیکه بیرته ژر تر ژره وصل کړي. خو ورزو صدف له کابل څخه ببل نوماند را وغواړو مهرباني. بله، از کاپیسا آقای میر حیدر افضلی میایند در مورد برنامهشان صحبت میکنن. سلام بر شما و ممنون از حضورتان. بر ما بگین که آقای افضلی پیش از این چی کار میکردن؟ سلام بر شما و بینندگان عزیزتان و ملت شریف و نجیب کاپیسا. اسم ما میر حیدر افضلی است. تحصیلات علیم تا مقطع ماستری هست. قبل از این که خود را نامزد بکنم به پارلمان یک دوره مسئول یکی از کمپانای ساختمانی بودیم. متعاقبا در شارولی محمود راقی فای وظیفه کردیم. به تعقیب از او در اداره امور ریاست جمهوری فای وظیفه کردیم و آخرین موردم مسئول یکی از ریاست ها در شارولی کابل بودیم تا زمانی که از طرف مردم کاپیسا به عنوان نامزد وکیل در ولایت کاپیسا انتخاب شدیم. عمدترین مشکلات را که مردم کاپیسا دارند و شما برش یک راه حل را سنجیدین بر رفتن به مجلس نمایندگان چیست؟ تشکر. عمدترین مشکل مردم کاپیسا دو چیز هست. بحث ناامنی است و فقر و بیکاری هست که در قسمت ناامنی ما برنامه هایی که داریم در چند بخش تقسیم میشه. اولین مورد مردم کاپیسا در جریان هستند که بیشترین ناامنی که در ولایت کاپیسا است از اثر زدوبندهای سیاسی هست که در این زدوبندهای سیاسی متاسفانه وکلا دخیل هستند. بحث دیگه استفاده از امکانات دولتی هست توسط وکلا، امکاناتی که بعد در وکلای خود کاپیسا منظورتان، امکاناتی که بعد در اختیار ملت باشه، در اختیار پلیس باشه، متاسفانه در اختیار آنها قرار داره که ما برای مردم خودی وعده و تعهد دادیم که اگر ما فردا به اساس آرای پاک شما در این مسند و کرسی قرار میگیریم، اولین موردی که ما انجام میتیم است که قانون بالای خود تطبیق میکنیم. بله، زیاتر اجوان مدل تکابل کی کړی د کمال ته کاپیسا ولایت کی؟ زه هم دل تکابل کیم هم کاپیسا کی. بله، په کاپیسا ولایت کې څوک ستاسو ملاتړ دي چې تاسو یو وعده کړی یاست، رای درته درکوي او پارلمان ته یې درولی یاست؟ خلک او ځوانان ټول. په خلکو کې کومه طبقه بیشتر جوانان ما را حمایت میکنه؟ بله، شعار انتخاباتی تان چیست؟ شعار انتخاباتی ما خیلی ساده و خلاص، پنج سال متفاوت. پنج سال متفاوت. و در بخش ناامنی او را گفتین، اما در بخش فقر و بیکاری چی برنامه دارین برای رفتن به مجلس؟ خب در قسمت محو بیکاری یا کاهش بیکاری مشخصا جوانان کاپیسای جوانانی هستند که از لحاظ تحصیلات عالی در سطح بسیار خوبی قرار دارند، اما متاسفانه به نسبت عدم موجودیت حمایت سیاسی آنها نتانستین در 13 سال گذشته در پست هایی که لیاقت و شایستگی شده دارند در روی اونا استخدام شوند. حمایت سیاسی منظوری می است که حق از آنها تلف شده و حق آنها خورده شده. بله، افضلی صاحب، تاسو پارلمان ته د تګ نیت کړی دی؟ که چیر پارلمان ته بریالی سواس، پارلمان بیلابیل قوانین لري، د استیزا په باره کې راته وایاست، استیزا معنا څه؟ استیزا به اساس پیشنهاد 20% اعضای پارلمان صورت میگیره. استیزا به معنا است در صورتی که وزیر استیزا میشه، به پارلمان خواسته میشه و جواب وزیر قناعت اعضای مجلس فراهم نمی سازه، مجلس حق داره که برای وزیر صندوق ببانه به خاطر رد صلاحیت وزیر یا برکناریش. و فکر میکنین که تفکیک قوای سیگانه چرا مهم است؟ خب طبیعی است، قوای سیگانه قوای مقننه است، اجرایی است و قضایی است. اگر ما تفکیک قوای مقننه داشته باشیم طبیعی است که نمیتونیم یک دولت خوب داشته باشیم. او که چیری بریالی سواز کور مامدل تپریدوی او که کاپیسا ولایت تخبل کور رایی؟ طبیعی است، ما به عنوان یک وکیل کاپیسا باید هم در خدمت مردم در کابل باشیم و هم در کاپیسا باید باشیم. روزهای پنجشنبه و جمعه که رخصتی عمومی است، انشاءالله ما در خدمت مردم کاپیسا می باشیم و روزهای متباقی چون روزهای رسمیات هست باید به وظیفه خود در کابل ادامه بدیم. در این زمان هم وعدیم به مردم همی بوده که در مدت 45 روز رخصتی پارلمان به خارج از کشور سفر نمی کنم، بلکه در 7 اداره محلی یا ولسوالی های کاپیسا سفر خواهم کرد. چگونه در قسمت ساختن یک رابطه خوب مجلس نمایندگان با حکومت کار خواهید کرد؟ حالا گمانه‌زنی های متفاوت از کارکرد پارلمان که داره کارش تمام میشه وجود داره.
خب طبیعی است ما وقتی که به پارلمان بریم اولین کار ما میخواد بود که بتونیم یک گروپ پارلمانی خوب را تشکیل بدیم که متاسفانه ضعفای گذشته پارلمان را بتونیم جبران بکنیم و در این زمان هم ما بتونیم یک رابطه خوب با حکومت داشته باشیم به اساس تقاضاها و نیازمندیهایی که مردم دارن و ما بتونیم مردم را با حکومت خوبتر یک چون یک پل ارتباطی هستیم ارتباط بدیم. اساس ستونزه دلته ده چی قانون نتطبیقیږي په افغانستان کې د قانون د عملی کیدو د پاره به کوم ګامونه واخلی چې په واسطه ساده اگر براتون بگویم ما باید تطبیق قانون از خود شروع بکنیم. وکیل نباید با پلیت بدون پلیت موتر بگردانه، وکیل نباید بادیگارد یا محافظ بیش از حد داشته باشه، وکیل نباید موتر شش داشته باشه و طبیعی است وقتی که وکیل به عنوان کسی که قانون میسازه این موارد را مراعات بکنه، دیگرها هم قانون را مراعات میکنه. شما رابطه یک نماینده مردم را با وزیر کابینه چگونه تعریف میکنید؟ خب رابطه باید به اساس رسمیت باشه. او د خلکو لپاره پیغام څه دی چې کوم ډول نمایندان تر یو لاندا وایز با کسانی که تعهد تقوا و تخصص داشته باشند. ډیره زیات مننه افسلی سره خوشاله هستم. حیدر افسلی بودن از کاپیسا در مورد برنامه‌شان صحبت کردن. حالا میریم با مهمونان بحث میکنیم. آقای شریف شما چی فکر میکنید در مورد برنامه‌هایی که آقای افسلی از ولایت کاپیسا داشتن و همچنان مهمان ما که از ننگرهار صحبت کردن از کنر نعمت الله قریا. نعمت الله قریا، بسم الله الرحمن الرحیم. د لومړي سر نه بزو د قریا صاحب په وینا چې د ننګرهار ولایت نظم مستصره او د کنر ولایت نه ولاړ دی، له هر څه مخکې قریا صاحب څومره چې زه پیژنم په رسنیو کې کار کړی او د ده پارلمان ته راوتل، که څه هم له خبرو غاږ نه چې ولس ته یې غواړي دنیا او نړۍ ته یې ورکړي او د افغانستان لوړو مسؤلینو ته یې ورسوي، د دې نه وروسته دی صلاحیت او واک او تنفیذ او تطبیق ته راوځي. زه فکر کوم د ده لپاره به دا ډیره په زړه پورې وي په لومړي سر کې چې دغسې یو پړاو ته راووځي، لاکن داسې یو څه چې قریاب صاحب د هغې د کاري او عملي جنبې په ارتباط باندې وړاندې کړي وای، داسې څه قریاب صاحب وړاندې نه شوای کړی. لاکن هغه هیله چې دی لري دا یوه هیله ده، دا یو ارمان دی او یو ښکلی راتلونکي لپاره د یو خوب دی. دا چې څنګه برنامه نیست دا څنګه د عملی کړی شي، دا یوه ډیره مهمه مسله ده د لپاره. خو بیا هم قریاب صاحب ته د بریا په وخت کې ښه او یو داسې عملی جنبه غواړمه چې د کونړ ولس ته د رښتینی روڼ سهار لپاره لاره پرانیسي. او د محترم ورور میر حیدر افزلی صاحب چې د کاپیسا ولایت و، غواړم د ده په ارتباط باندې په دری باندې خبرې وکم. چیزی را که افزلی صاحب پیش کردن، مهمترین نقاط را که در صحبتهای افزلی صاحب میافتم ای است که اینا در بخش ساختمانی شاروالی کاپیسا، شاروالی کابل ایفای وظیفه کردن. در جوار ازی چیزی را که اینها به شکل به اصطلاح مشکل اساسی مردم کاپیسا و نمود میکنه که نامنی و فقر است و بیکاری است، در این ارتباط چیزی را که اینها من حیث ناکامی یا سبب ناکامی وکلای فعلی ولایت کاپیسا به اصطلاح انگشت نما میسازن، بسیار مشکل به نظر میخوره که افزلی صاحب بتانه به تنهایی به اینطور یک مشکلی که بسته ولایت را دامنگیر باشه از طریق یک پارلمانی که صلاحیتشان حتی در بخش قوه مقننه منحصر باشه بتانه چیز را به شکل عملی به ولایت کاپیسا بده. اما دور از عمل نیست که اگر اینها بتانن در فکر و عمل و راهکار خود همنوایان خود را پیدا بکنن نتیجه عملی را بسته. دیر منن شریف صاحب و خانم رضایی دیدگاه شما را در مورد اردو نامزد می داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر کنم وظیفه نمایندگی در قانون اساسی افغانستان بسیار به صورت مشخص واضح شده و سه عرصه را در بر می گیره. در قسمت جناب آقای نعمت الله کاریاب، من متاسفانه از این سه بخش خیلی کم یافتم هیچ اشاره ای به بخش تقنین که جزء از وظایف اختصاصی یک پارلمان در کشورهای مختلفه هیچ اشاره به او صورت نگرفت. در بخش انکشاف متوازن و معارف متوازن صحبت های صورت گرفت که میشه در قالب سند بودجه یک سری از برنامه ها را در نظر گرفت، ولی در قسمت تقنین متاسفانه هیچ حرفی در میان نماد. نقطه دوم مطرح شد، بحث تبدیل سیستم کنکور. ما برداشت میه که نفس مطرح ساختن تبدیل سیستم کنکور از آدرس یک کاندیدا میتونه مداخله مستقیم و آشکار در امور اجرایی یک نهاد دولتی به نام وزارت تحصیلات عالی باشه و این فکر نم فراتر از صلاحیت نه تنها وکیل بلکه نوعی از مداخله و تداخل وظیفوی را ایجاب میکنه. ولی در قسمت
موضوعات دیگه که هدف اساسی محرومیت زدایی و مثلا بحث پروگرام های انکشافی بود، اینا تا حدی میتونه که به یک شکل جزی از برنامه های مربوط به تصویب بودجه قرار بگیره. در قسمت آقای افضلی صاحب که از جناب از کاپیسا بود، ما میخوایم بازم تاکید کنیم که سه عرصه متفاوت نمایندگی از مردم، نظارت از عملکرد حکومت و تقنین. در قسمت تقنین ما هیچ حرفی از جناب آقای افضلی صاحب که جزء از کارویژه های اصلی پارلمان، اگر شما شنیده باشین پارلمان به نام نهاد قانونگذاری یاد میشه، هیچ موردی اشاره در رابطه با قانونگذاری صورت نگرفت. در قسمت نظارت از عملکرد حکومت تنها اشاره صورت گرفت که رابطه خوب میان حکومت و پارلمان، در حالی که ما برداشتیم که اصل تفکیک قوا ایجاب میکنه که در عین زمانی که تعامل میان قواها وجود داشته باشه ولی نظارت باشه. نظارت از عملکرد حکومت گاهی اوقات رابطه خوب حکومت و پارلمان را آسیب میزنه. نماینده مردم به عنوان صدای مردم اگر کجی از آدرس نهاد اجرایی یا حکومت به میان میآید، نماینده مردم وظیفه داره که در مقابل حکومت حتی استادگی کنه. به مخاطر ماده 69 قانون اساسی پیش بینی شده، بحث استیضاح مطرح شده. ولی معلومات نقطه مثبتشی بود که در رابطه با بحث استیضاح و مثلا موضوعات مرتبط با وظیفه تا حد دوباره برمیگردیم. حالا بریم باز هم بننگرهار و فواد با میمان بعدی با نام زده مسئله ده ده دفت کنن نولی سجرگیت ده ده دویم زل پار نمانده ده اغلی وغما صفی خراغ لاز اغلی صفی منانه کور ودن منانه لطاس فزمک بلنه و منانه ولی بیام زن کنید کرده بیام زل پاره. بسم الله الرحمن الرحیم وغما صفی کنن ولایت نولی سجرگیت خپلواک نمانده د کاندیدو علت می چې ول میزان نوماند ک و می غوښتل چې د کونړ او د ټول افغانستان د خلکو غاک بل خصوص د خزي غاک همیشه زوندې پاتې شي او همیشه هغه څه چې من خزي ستونزې او مشکلات لرو هغه په قانون کې ځای ورکړ شي او همیشه د غاک د حکومت او د نړیوالو غوږو ته ورسیږي تر څو د هغې نه ننګ او ملاتړ وشي. یعنې اساسي هدف دا دی چې په دغه تېره شپاړسمه دوره کې چې تاسو د کونړ د خلکو استازی وی د خلکو غږ مو ژوندی ساتلی وو ولې ډاډه یاستئ په دې ته؟ ډاډه په دې یم چې ما ولس سره ژمنه کړې وه کله چې مې ځان نوماند کړ او ومې ګټه وکالت نو ما د ولس سره ژمنه کړې وه چې هیڅ وخت به د کونړ د خلکو غږ په ولسي جرګه کې غلی نه شي او هر هغه څه چې د کونړ د خلکو حق دی هغه به زه د حکومت نه غواړم. بالخصوص کونړ یو د هغه ولایتونه دی چې همیشه پکې جنګ، پاکستاني راکټونه او ناخوالې پکې موجود دي. نو د خپل ولس د غږ اوچتولو لپاره مې هغه د هر چا خپله وظیفه ده، مګر ما په ډېره خلاصه غږ او په ډېر خلاص ستوني د خپلو حق ولس حقوق تاسو کوم مشخص پروګرام لرئ چې بیا مو ځان کاندید کړی دی؟ انشاءالله دا ور ما چې آغاز کړی دی، زه غواړم چې د متوازنې پرمختیا په لور کوټلي ګامونه واخلو او دا د ټول افغانستان دپاره یي، نه د کونړ دپاره بلکې د ټول افغانستان دپاره. هغه څه چې په دې هیواد کې قانونا نه دي شوي، باید هغه وظایف چې د قانون د مخې ولسي جرګې یو وکیل لري چې هغه قانون جوړونه ده د حکومت د عملکرد نه څار دی او د خپل ولس ژوندی استازي توب دی. په تمامو برخو کې که موږ ورته ریشو په اقتصادي، اجتماعي، سیاسي برخو کې په ټولو کې باید متوازنه پرمختیا راشي ټول افغانستان ته. لیدل کیږي اما خلکو ته د قابل قبول نه دي او دا باید قانوني جنبه پیدا کړي. ځکه ماتم نه دي، ځکه موږ په تېره دوره کې دا دوه دورې 15مه او 16مه دوره کې په دې ونه توانېدو چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون پاس کړو. نو دا هغه نیمګړتیاوې دي چې آینده ته پاتې دي او دې ته به انشاءالله الرحمن د خویندو ورونو سره یو ځای کار کوو تر څو هغه قوانین چې زموږ د ښځو په برخه کې، د ماشومانو په برخه کې نیمګړې پاتې دي په ولسي جرګه کې هغه باید سر ته ورسېږي. تاسې حتمن ډېر جریان کې یاستئ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون ولې تصویب نه شو؟ تاسې عوامل څه په ګوته کړي دي او که بیا تاسو لار عمومي دغه ستونزې به څنګه حلوي چې د قانون بالاخره تصویب شي؟ په دغه قانون کې موږ ډېرې که د
منظم سیاسی عذاب و نشتون و او زمان وکیلان هر یو دی ویردل تپلی نوکیلو من منظم یو زیشی ویوی او اغیط هم دو پای تکی خیوی هر سوک دی ویردل تپلی دی یو تنظیم دی ویلار نراغلی اشخاصو او زه حقوق ته څنګه چې باید متحد وي متحد نه وو نو هغه څه و چې دوی پکې خنډونه راوستل او همیشه دوی فکر کوي چې موږ ښځې افغان میرمنې چې په ولسي جرګه کې وو هغه څه غواړو چې هغه خلاف د شریعت اسلامي دي مګم بدبختانه چې دا یوه اشتباه وه یوه ساوه وه موږ افغاني موږ مسلمانان یو موږ هغه حق حقوق غواړو چې د اسلام مقدس دین او شریعت موږ ته راکړل دي او نه راکول دي. د کونړ د خلکو اساسي ستونزې څه دي چې ډېر تکړه دي؟ د کونړ د خلکو اساسي ستونزې لویه نامنی وه او بالخصوص زموږ د ګاونډي هېواد د پاکستان له لورې چې همیشه د کونړ په ولسونو پاکستاني بمبارۍ کېږي، راکټونه راولېږي، خلک بې ځایه کېږي، مکتبونه هم په همدغه وجه تړل کېږي، ماشومان هم بې تعلیمه پاتې کېږي او ولسونه هم د روغتیا درست او اساسي مراکز نه لرو. په دې برخه کې چې خوشبختانه ولسمشر وعده وکړه دو هفته مخکې چې موږ د کونړ د خلکو استازي تللو د پانتون په برخه کې او د روغتیا په برخه کې د یو لوی روغتیا وخت کم دی. ټول سوالي ته مو سفر کړی و په دغه دوره کې د کونړ د خلکو د ټول سوالي غږ مو ډېر اورېدل. ما په تیره دوره کې نو د اکثریت ولسوالۍ غږ مې اورېدې. موږ 15 اداري واحدونه لري، ما درې ولسوالۍ نه دي لیدلې، فقط چپدره، ناړۍ او سلطان مینه. کور ودان کړل شي مننه. بیرته د کابل سټوډیو ته ورګرځو. درنو لیدونکو اکبرزای صاحب، بیا هم تاسو ته وروسته راګرځو او صدف له کونړ ولایت څخه وژما ساپوی و او د ځل به ور وګرځو د کابل څخه بل نومند غواړو. اگر برنامه اونا را بس کنیم با مهمانان برنامه، آقای شریف دیدگاهتان در مورد برنامه خانم صافی چیست؟ وږمی صافی چی د کونړ د تیرې دورې د وکالت په ارتباط کومې خبرې وکړي او د دې سره په خوا کې د دوهم ځل لپاره چې اوس دا غواړي د ښځو غږ پورته کړي، تر ټولو یوه مهم ټکي ته اشاره وکړه او وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون تصویبېدل که دوی ناکام راغلی و په دې ارتباط باندې هیڅ داسې وړاندیز ونشوای کولی، هیڅ داسې یوه عملي طرحه یې وړاندې نشوای کړی چې دې ځل ته به د یوه توانېږي چې کومې کمۍ چې پخوا په نه تصویبېدلو کې وې هغه به دې ځل ته له مخې لرې کوي او دوی به وکولی شي دغه قانون تصویب کړي. د دې سره په خوا کې یوه ډېره خطرناکه موضوع چې دی اشاره ورته وکړه هغه دا ده چې هغه حقوق چې افغانې یا په اصطلاح زموږ ستاسې مسلمانې ښځې ورته اړتیا لري د افغانستان د ټول تشریعي او تقنیني پړاو په چوپړ کې یا په دې واټن کې، زه فکر کوم د هغې ارتباط باندې که چیرې دغه موضوع د دوهم ځل دپاره په پارلمان کې راپورته کړي، زما په نظر باندې به دا قانون بیا هم د تصویبېدلو نه شاته پاتې کیږي. نو داسې یو شی د دې سره نه و، دا نامنۍ په ارتباط باندې خبره وکړه او د دې په خوا کې د پاکستان د راکټونو په ارتباط هیڅ داسې څه یې د خپلو لاسته راوړنو په شکل باندې په عملي وکالت کې خپل ولس ته وړاندې نه شوای کړای چې دې د کونړ د ولس لپاره په پارلمان کې څه کړي وو. هم یوازې وویل چې غږ اوچت کړی دی. او د غږ اوچتولو په ارتباط باندې که ټول د دې وکالت او ټول تقنینی منحصر کو نو غږ اوچتول لویه لاسته راوړنه وه. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. بله، و خانم رضایی، شما دیدگاهتان در مورد برنامه هایشان و آنچه که در گذشته کردن. در قسمت از اینکه یادآوری شد که ما به عنوان صدای مردم و مشخصا صدای زنان، من فکر نمی‌کنم یک نقطه مثبتی بود. یک بخشی از نمایندگی، وظیفه نمایندگی یک صدای مردم باشه. ولی در قسمت قوانین اشاره مشخصا روی موضوع زنان شد، در حالی که نمایندگان زنان پارلمان افغانستان وظیفه دارد در قسمت قوانین به صورت کلی نه تنها قوانین منحصر به زنان بلکه قوانین بسیار ضرورت در پارلمان افغانستان که مورد بحث قرار بگیره، خوبه که کلی تر یا با ابعاد وسیع تر در نظر گرفته شود. اما چیزی که ما یافتیم بخش انکشاف متوازن درست یک اصله، نماینده های مردم از بابت نمایندگی از مردم وظیفه داره که در عرصه انکشاف متوازن تلاش کنه. اما نقطه که فراموش شد متاسفانه بحث نظارت از عملکرد حکومت بود. در قسمت نظارت از عملکرد حکومت متاسفانه توجه جدی صورت نگرفت، ولی بیشتر تمرکز سرزی شد که از صدای مردم نمایندگی شود. بله. که من فکر نمو عرصه نمایندگی پرداخته شد،
عرصه تقنین تا حدی به صورت نسبی مشخصا در قسمت زنا بیشتر تمرکز صورت گرفت، ولی در عرصه نظارت متاسفانه توجه جدی صورت نگرفت. برنامه چه دول و شو دخل گل پر او کبل؟ خب البته این در فاصله 5 دقیقه نمیشه که آدم قضاوت نهایی را انجام داد که یک برنامه خوب داره یا بد، ولی حداقل از دو بخش مهم، از سه بخش مهم وظیفه نمایندگی به دو بخش، به یک بخش به صورت جدی تر و یک بخش به صورت نسبی پرداخته شد و متاسفانه یک بخش فراموش شد. برنامه در مورد قانون من خوشنطلای زنا زمانی که صحبت کردن از ناکامی های مجلس گفتن یک نوع پراگندگی بود، یعنی دیدگاه مشخص وجود نداشت. شما هم حالا در همین دور نماینده پارلمان هستین، تایید میکنین مسئله را؟ خب البته در قسمت قانون من خشونت بر علیه زنا بله هماهنگی درست صورت نگرفته بود، و البته یک چیزی بسیار واضحه که نه تنها در قسمت قانون من خشونت بر علیه زنا، خیلی از قوانین را پارلمان افغانستان رد کرده و یا تایید کرده و گاهی اوقات دچار مشکلات فراوان بوده. نمونش قانون مربوط به تحصیلات عالی هنوز هم دچار مشکله. قانون من خشونت بر علیه زنا هم جزء قوانین مشکل سازی بود که در درون مجلس متاسفانه نتانست که با یک هماهنگی خوبتر پیش بره. ډیر مننه. او شریف صاحب پلانډو کې دغه مرته وایي چې د ټولو نمندانو هغه چې برنامه وړاندې کړلې څه ډول وي د دوی برنامه خلکو ته قناعت بخښوي او کنه؟ که په ډیر تله باندې ولاړه خبره سړی وکي، دا لدی ورای شکاریږي چې کسان چې زموږ استاد اوس وکالت ته او یا د هیواد د خلکو استازي توپ ته ولاړ دي، تر زیاته بریده پورې دی کوشش کوي چې په شعارونو باندې مخکې ولاړ شي. داسې یوه رښتینې برنامه یا یوه داسې پروژه یا یوه داسې عملي کاري جنبه چې دوی وکولی شي په هغې باندې د خپل علم سره په خوا کې د تجربې او د خلکو د اړتیاوو تر منځ د پارلمان د غړي په حیث باندې د صلاحیت په چوکاټ کې دننه خپل ولس ته داسې یو خدمت په عملي جنبه کې وړاندې شي چې په هغې باندې اعتماد وشي. میان برنامه دوباره برمیگردیم. بیا هم شراغ لاست او د طلوع نیوز خټاکنی ز خبرونه بیا هم دوام لري او صدا پرزو بیا هم د تحلیلگران پر خوبه. بله خان رضایی، شما با در نظر داشت همه برنامه هایی که از ابتدای کار نامزدان آمدن و اینجا با مردم شریک ساختن و همچون بحث هایش در مورد چگونگی عملی سازی برنامه هایشون، آیا فکر میکنین که ما این بار یک پارلمان متفاوت تر از دور گذشته خواهیم داشت؟ خب البته در رابطه به این قضیه ما میخواییم که شاید قضاوت واقع بینانه تر پیش از وقت باشد، چون در صندوق رای قرار 28 میزان کشیده شوه کیها میبراید با توجه به ترکیبی که از نتیجه انتخابات 28 میزان میشه تفاوت و غیر تفاوت بودنش را برنامه برداشت کرد. اما یک تفاوت را ما بلند به صورت جدی میبینیم که یک نسل تحصیل کرده نسبتا تحصیل کرده تر و جوانتر وارد پارلمان افغانستان خواهد شد، اما نتیجه کلی را از ارزیابی و تفاوت مقایسوی یا نگاه مقایسوی میان پارلمان دوری موجود را با پارلمان دوری بعد ما زمان میتونیم داشته باشیم که نتیجه از ابتدایی حداقل انتخابات را با خود داشته باشیم. ولی در دیدگاه مردم را اگر شما اینجا شریک بسازین، مردم چی فکر میکنن؟ باز هم به کی رای خواهند داد؟ به کسانی که امتحان دادن و بر کسانی که تازه خود را نامزد ساختن؟ ما برداشت می که متاسفانه شاید وضعیت ولایت افغانستان متفاوت باشه. ما همه برنامه های همه کاندید وکلا را نشنیدیم، ولی برداشت می که یک بار ما دو تیپ از نمایندگان را در پارلمان آینده پیش رو خواهیم داشت. یک بخش کسایی که بیشتر دست بالای اقتصادی دارن یا تجارت پیشه بودن و یا به یک شکلی با سابقه کار در سیاست و پارلمان تانسته بودن چیزی از سرمایه و اقتصاد را به دست بیارن. یک بخش قابل توجهی از پارلمان آینده برداشت شخصی من است که این مجموعه خواهد بود، ولی یک بخش دیگر میمانه یک مجموعه از وکلای دور قبل و یک بخش دیگر به نسل تحصیل کرده افغانستان تعلق خواهد گرفت. ولی خوبی انتخابات اینه که نامزدان متفاوت از تیپ های مختلفه. امروز ما کسانی را با اسناد دکترا میبینیم که با برنامه حرف برای گفتن به پارلمان افغانستان دارن و در عین زمان کسانی را میبینیم که تجارت پیشه بودن. به آخر نامزد از ننگرهار ناجیه منیره اخونزاده ده خراغلاس اغلی اخونزاده از مخورانته. مننه د تلو نیوز تلویزیون محترم لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله و برکاته. د ځان په اړه وایي ناجیه منیره خونزاده څوک ده؟ ناجیه منیره خونزاده زه د ننګرهار ولایت څخه یم. ما خپل
لسانس په شریعت کړه نګرار په 2009 هم کال کې فارغ شوم او برته یو کال د استاد په صفت پات شوم په افتخاری ډول خپل ماستری مې په نړیوالو پرتلیس قوانین کو کړه د امریکای نه شپارس کال نه راهیسې مختلف ادارات سره نړیوال او ملي ادارات سره کار کوم ډیر مې ملګرو ملتونو سره کار کړي په مختلفو برخو کې چې د هغې د جملې نه د بشري حقونو برخه د اقتصادي پیاوړتیا برخه د قانون ارزونه او د تطبیق څخه نظارت په دغه برخو کې ما کار کړی د یو ملي احساس پر بنسټ باندې او هغه ناخوالې چې زمونږ هیواد کې روان دی زه هڅېدم چې زه خپل وظیفې نه استعفا وکړم او ځان نومانده کړم پارلمان ته. کوم پروګرام سره غواړي ولسي جرګې ته لاړ شي؟ ما درې موخه ټاکلې پروسه د هغه سونزو ارزونه چې ما کړه په افغانستان کې اول زمونږ غټه سونزه دا ده چې د قانون ځواکمنتیا ضعیف تطبیق دی چې لارې هوار کړي سیاسي او اداري فساد ته. سیاسي فساد په دې معنا باندې چې زمونږ استازي چې په کابل کې ناستې دوی کوم پالیسی جوړي یا قانون جوړي یا د ارزونه لپاره دوی ته لیګل کیږي یا وزیران ته رای ورکول دي دوی د ملت ګټه په نظر کې نه نیسي د هماغه دی چې د سیاسي فساد نه پسې که یو وزیر فاسد راځي هغې نه پسې هغې رئیس هم فاسد راځي مدیر هم فاسد راځي او نور مامورین هم فاسد راځي چې دغه خپله د خلکو اعتماد پر حکومت باندې کم کړی نو د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی موږ باید دغه واټن له منځه ویسو دا به حل له منځه وړی شو چې حکومت قوي شي حکومت هله قوي کیږي چې زموږ ولس ووځي او اهل کسانو ته رایې ورکړي نو په دې کې به انشاءالله تغییرات راځي زموږ دویم غټه ستونزه اقتصادي له پلوه موږ ډېر شاته پاتې په داسې حال کې چې افغانستان یو بډای هیواد دی اما سره د دې زموږ نیمه نفوس د خوارځواکۍ د لیکې لاندې ژوند کوي او بل زموږ غټه ستونزه دا ده په اقتصاد برخه کې چې زموږ اقتصاد ټول وارداتي دي موږ په وارداتو باندې تکا لرو یو هیواد چې په وارداتو باندې تکا ولري هغې ته پرمختګ زمینه محدود ده دریم زموږ غټه ستونزه په اقتصاد په ټکنۍ امنیت او سولې ته اړتیا ده چې په دغه برخه کې باید د حکومت اراده د سیاسي هوډ قوي شي او د بیکارۍ کچه ټیټ شي د قانون په تطبیق باندې تاسو ویل چې تطبیق کې ستونزې دي قانون نقضیږي تاسو د حکومت په قانون باندې نظارت لپاره هم داشن د قانون د پلي کېدو لپاره تاسو نظارت وکړئ او بالاخره قانون تطبیق شي زما تګلارې زه به درې کار کوم چې دغه درې موخې چې ما ټاکلې زه هغه وشم کولی چې موږ په ګډه سره تطبیق کړو یوازې ځان نشم کولی د ولس سره او د خپل ټیم سره به هغه کوو یو کار به چې زه کوم په پارلمان کې به زه فشار ټیم جوړم د خپل هم فکرانو نه په دغه پارلمان کې انشاءالله یو 50-60% تغییرات راځي ضرور نه ده چې یوازې د ننګرهار ولایت نه موږ د نورو ولایتونو نه په دې ټیم کې اخلو چې کله یو مسله پیدا کیږي په غږ سره په ګډه سره غږ جیږو بل په مدني حرکتونو کې هم موږ یو فشار ټیم جوړو چې کله مسله پیدا کیږي نو موږ په ګډه سره غږ جیږو که ضرورت شي چې په سړک کې نو دا زما دپاره به ویاړي چې خپل ولس سره په سړک کې کینم او د دې غږ پورته کوم تر څو چې د دوی غږ واورېدل شي بل کار چې زه کوم زه د خپل استازو سره وخت په وخت جلسې نیسم وخت په وخت به دوی سره په تماس کې یا مستقیم یا د سکرین د ویډیو کانفرنس د لارې نه چې به زه دفتر لرم دلته د دې ستونزې اورم او دوی ته بیرته هغه ورکوم ګزارش ورکوم همدارنګه یو بل مهم کار چې دی هغه دا دی چې دغه استازو د لارې نه چې ما دا درې میاشتې بسترسازي کړې دوی ما سره مرسته کوي چې د هرې منطقې موږ ارزونه وکړو د ستونزې چې هغه ما سره کومک کوي چې بیرته د ولایت په انکشافي پلان کې په انکشافي پلان کې دغه د دې ستونزې داخل کو بیرته وزارت په سطحه تعقیب کو چې بودیجه ورته تخصیص شي او با کیفیت تطبیق شي خو دا یوازې نه کېږي دا چې ولس ما سره او زما تک پارلمان ته بریالیتوب نه دی د ولسي جرګې درې عمده مسؤلیتونه دي یو قانونګذاري دی دویم نظارت د دولت د کړنو نه دی او دریم دا چې ولس سره باید په تماس کې اوسي نو دغه دوه موخې چې ما ټاکلې دي دغه به د دې دندو او مسؤلیتونو په چوکاټ کې به دغه دندو او مسؤلیتونو په چوکاټ کې به زه د ولس سره یو ځای په دغه مسایلو کې به هغه کوم دوی سره کار کوم نو زما تک پارلمان ته یوازې دا نه دی چې ناجیه منیره اخونزاده ارقه درشئ ډېره مننه د کابل سټوډیو ته ورګرځو همکاران به مې درسره یو له ننګرهار دا زمونږ وروستۍ ما یې وړاندې کړله شریف صاحب تاسو د اغلې ناجیه منیره اخونزاده طرحه وویل وړاندې کړله هغوی وام اورېدل
دل څه وو د دوی په خبرو کې د خلکو د هیلو لپاره خلک د هیلو د رسیدو لپاره تر ټولو مهم ټکی چې ما د ناجی منیرې اخونزاده خور په خبرو کې او د دې په ولست په هغه څه کې چې د دې په خپل لمنه کې ورته درلودل په هغه کې ومندل یوه مهمه مسله په دې کې دا و چې لوړې زده کړې لري او د دې په خوا کې دې په داسې ځانګړیو بخښونو کې د ملګرو ملتونو یا د قوانینو په پلټنه او د هغې په ارزونه کې کار کړی دی ښایي د تقنین په برخه کې د دې سره مرسته وکړي لاکن په دوه نورو برخو کې چې د حکومت په وظایفو باندې څار یا د هغوی په کړنو باندې کلکه هغه څارنه چې د دوی د ناکاره کارونو مخه ونیولی شي او کاري ترې جوړ کړی شي په دې ارتباط باندې د دې تر ټولو مهم شی چې د مدني ټولنو سره دا یو ځای کیږي او د پارلمان د مقننې قوې د غړي په شکل به د مدني ټولنو سره دا وي او د دې په خوا کې به دا د ویډیو کانفرنس له لارې د جلال آباد سره خپلې اړیکې ټینګوي زه فکر کوم په هغه ډول باندې چې دا ورته ډېره زیاته خوشبینه ده د عملي جنبې نه ښایي لرې والی وي لاکن تر ټولو مهمه ماته دا وه چې دا بیا هم غواړي په دې هوډ ده چې له ولس سره نږدې پاتې شي د هغوی استازیتوب په ښه شکل وکولی شي لاکن دا چې په تقنین او په نظارت کې هم دا غښتلی مټ ولري دا به هغه څه ثابت کړي چې زه فکر کوم دای په پارلمان کې په رښتینې او عملي جنبه وکولی شي په ټوله کې برنامه څه ډول وه د خلکو لپاره منلو وړ وه او که نه په داسې ډول باندې چې دا یوه داسې برنامه ولري چې هغه د دې ټول کاري هر اړخ په عملي جنبه کې راونغښتلی شي او ولس ته قناعت ورکړی شي زه فکر کوم چې د دې ټوله برنامه یا ټوله کاري تګلاره د دې لپاره کافي نه وه چې د جلال آباد غوندې د یوه ولایت نه دا نمایندګي استازیتوب وکولی شي چې هغوی ټول په علم او په پرمختګ باندې سنبال ولایت بلل کېږي ډېره مننه شرف بله و خان رضایی دیدگاه شما در مورد برنامه های خانم ناجیه منیره اخوندزاده از ننګرهار که در مورد چگونگی نظارت از عملکرد حکومت گفتن و این که چی برنامه بر رفتن به مجلس نمایندگان دارن من فکر کنم با توجه به اینکه سطح تحصیلات شماستر بود یک نقطه قوت است دو نقطه قوت دیگر هم من یافتم یک بخشی که در تلاش ایجاد و تأمین روابط نزدیک با مردم و اصطلاحی که به کار برده شد بحث گزارش دهیه چیزی که در پارلمان گذشته افغانستان متاسفانه دچار مشکل بوده بحث گزارش دهی بوده در قسمت نقطه دوم قوت را که من یافتم ای که پلان هر منطقه مشخص شوه با استفاده از فرصت کمپاین ما در صدد ای هستیم گفتن که پلان ها و اولویت های نیازمندی های هر منطقه مشخص شوه تا مرحله به مرحله به او رسیدگی صورت بگیره اینا نقطه قوت اما در قسمت تقنین من فکر کنم هنوزم دچار مشکل بودن به خاطر اینکه وظیفه نماینده پارلمان مثل که در ماده های مرتبط به وظایف اختصاصی ولسی جرگه و وظایف مشترک شورای ملی من حیث هر دو مجلس مطرح شده تقنین جزی از وظایف مهمه یک بخش تطبیق قوانین و یا نظارت است از تطبیق قوانین یک بخش نفس قانونگذاریه ما در خیلی از موارد ضرورت به قانونگذاری داریم و مسیر قانونگذاری وقتی بحث بیشتر تمرکز صورت میگیره روی تطبیق قوانین به این معنی که ما در هیچ عرصه ضرورت به قانون نداریم و تنها قوانین موجوده ای که حاکم بر جلوگیری از فساد اداری و فساد سیاسی باشه باید مورد تطبیق قرار بگیره این بخش را برجسته ساختن درسته ولی در عین زمان نفس وظیفه اصلی نمایندگی که قانونگذاری همان تصویب قوانین که از آدرس حکومت میاد حتی طرح قوانین مطابق پیشبینی قانون اساسی که اعضا در صورتی که ضرورت میبینه به عنوان طرح اعضا پیشکش کنه یعنی موضوعات متاسفانه ضعیفتر وارد شد بله شریف صاحب یو ټیک ته چې اغلی ناجی اشاره وکړه چې د فشار ټیم به جوړی پارلمان کې پر حکومت باندې د فشار لوړولو لپاره په اوسنی پارلماني سیستم د حکومت کې دغه څه ممکن دي چې دغه سي ټیمونه رامنځته شي دا ټیمونه یعنی د محال حالات یا په اصطلاح د ناممکنې حالت ته یا د ناشونتیا ته نه ځي بله لکن دا ډیره مهمه ده چې په اخونزاده خور کې دومره لوی درایت او د دې کفایت وجود ولري چې دغه سي مختلف اشخاص چې د ولس د استازو په شکل پارلمان ته راغلي دي هغه یو د سي فکر ته سره یو لاس کړی چې هغه بل اخره یوازې د ننګرهار ولایت لپاره نه بلکې د افغانستان لپاره په ملي سطح باندې ګټور تمام شي ډیره زیات مننه شوه شما واخه نامزد از کابل در مورد برنامه‌اش صحبت میکنه استاد جعفری هستن که میاین و میگن که برای رفتن به مجلس نمایندگان چی برنامه دارن سلام بر شما ممنون از ظهورتان به برنامه استاد جعفری کیست تشکر بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل سپاسگزاری میکنم از شما و همچنین از مردم نجیب افغانستان که در این وقت شب پای صحبت های ما میشینن و همچنین بینندگان محترم طلو نیوز خدمت شما عرض کنم که بنده
جعفری هستم، محمد حسن جعفری هستم، متولد سرپل و یکی از حدوداً 17-18 سال است که در کابل ساکن هستم و لیسانس معارف اسلامی دارم و ماستری در جامعه شناسی، همچنین دبیر کل حزب رفای ملی افغانستان هستم و مدیر مسئول خبرگزاری افغان ارکا و همچنین مدیر مسئول مجله معروف وفا هستم و در حدود 20 سال در عرصه فرهنگ و در عرصه مطبوعات مسئولیت داشتم و فعالیت های در این عرصه ها داشتم که امروز شرایط را آنچه که دیدم نیاز دیدم که به عنوان یک فرزندی از این مردم بیایم اون چیزی که در توان ماست، در ید قدرت ماست، در توان ما هست، بتونیم برای مردم خود عرضه کنیم در پارلمان. ممنون از شما. با چی برنامه‌ای وارد پیکارهای انتخاباتی شدید؟ بله، ما خدمت شما عرض بکنیم که رشد و ارتقای و ظرفیت سازی برای معارف بیشتر هم‌مقام ما ای است که اگر فرزندان ما بتوانند در افغانستان یک تحصیلات خوب و عالی داشته باشند و بتوانند اینها با یک برنامه مشخص و مدون و تعریف شده اینها بتوانند قوانینی که در افغانستان تا حالا نافذ شده است خوب بوده ولی کافی نیست، باید قوانین نافذ شود که در قسمت معارف بیشتر تلاش شود و او چیزی که نماینده پارلمان وظیفه‌اش است تقنین و ارتباط با مردم و نمایندگی از مردم، همچنین نظارت بر عملکرد دولت و این جزء وظایف افرادی هست که در پارلمان میره و باید حقایق و واقعیت‌های جامعه خود مطالعه داشته باشه و شرایط موجود کشور را مطالعه کند. امروز مظلومترین قشر جامعه ما فرزندان ما هست، کودکان و اطفال است که باید در معارف بیشتر تلاش شوه که روی اینها سرمایه گذاری کنه. اگر شما در کشورهای خارج میبینید که بیشتر بهترین بودجه را در اختیار معارف میگذاره ولی در افغانستان ما متاسفانه بیشترین بودجه را در وزارتهای میگذارن که اونها شاید نتونن امو توانمندی و خلاقیتشان را نشان بدن. یعنی اولین پیشنهاد شما در مورد توجه به رشد معارف خواهد بود در مجلس نمایندگان؟ قطعا، و ایجاد گروه های پارلمانی میخواییم ایجاد بکنیم که یک پارلمان هماهنگ همسو با قوه مجریه باشه و پارلمان متفاوت از پارلمان موجود، البته ضمن اینکه که ما احترام به عزیزانمون که در پارلمان هست داریم، ولی اون چیزی که امروز نیاز جامعه افغانستان است یک پارلمان متحد و هماهنگ با دولت باید باشه. بله، دغه گروپونه به څه ډول رامنځته کوي استاد جعفری؟ تاسو د پارلمان د گروپونو یادونه وکړه، دغه گروپونه تاسو په کوم شکل باندې رامنځته کوي، کومه برنامه لري دی برخه کې؟ اگر همدلی و همسویی و همفکری در جامعه حاکم شود، امروز ما به سوی ملت شدن باید گام برداریم، دیگه بیش از این مسائل قومی و مسائل سمتی و زبانی و اینها مطرح نشود و بیاییم واقعیت های عینی جامعه را مطالعه بکنیم، با یک سری حقایق پیش بریم و امروز سعی بکنیم که هماهنگ و همسو حرکت بکنیم تا بتونیم از این وضعیت نجات پیدا بکنیم. در قسمت نظارت از عملکرد حکومت چی برنامه داریم؟ قطعا دولت باید به صورت جدی نظارت شود و دولت اگر نظارت دقیق رویش نشود امی وضعیت فساد، امی بیبندوباری، امی بروگراسی به مراتب بیشتر خواهد شد و مردم ما در رنج و در مشکلات زیادی بیشتر از این غرق خواهد شد و باید دولت را نظارت کرد و دولت را عمیقانه نظارت کرد، دقیقانه نظارت کرد، ما عالمانه نظارت کرد، نه اینکه صرفاً بیاییم و یک بحث استهزا را مطرح بکنیم و چهارتا وزیر بیاریم و دوباره اونا را پس بعد از ده روز بعد دمو وزارتشون برگردانیم، ولی باید استجواب شوه، باید استهزا شوه و درست و حسابی. بله استاد جعفری، د قانون پاړه بندیم ډیر نیوکه کیږي، د نه تطبیق پاړه باندې دی برخه کې به مو کار سوي، ستاسو پلان به سوي د قانون د برگزاری په برخه کې؟ قانون باید ما سعی بکنیم که پشت سر قانون حرکت بکنیم و همواره کاری بکنیم که خود را فراتر از قانون ندانیم و همیشه تلاش بکنیم چی دولت چی قانون. آقای جعفری، شعار انتخاباتیتان چیست؟ شعار انتخاباتی ما، رسالت ما عدالت اجتماعی، پیام ما رفاه مردمی هست. که و پیکارهای انتخاباتیتان چیگونه مگذره؟ خوب است. امروز اتفاقا یک مراسم بود که خودمو
مردم برگزار کرده بودند، در حدود 1000 نفر از مردم شهروندان کابل از او استقبال کردند. ممنون، سپاسگزارم. آقای محمد حسن جعفری بودند در مورد برنامه‌شون صحبت میکنند. خیلی ممنون از شما. بیا همراه بودید تحلیل برخی ته شریف صاحب، تاسو د استاد جعفری طرح اوریدل د ډیرو برخو ته اشاره وکړه، تاسو څه ولیدل د پارلمان طرح کې؟ د جعفری صاحب لومړی وینا چې د الله تبارک وتعالی په کوم دوه اقوال باندې پیل شو، لډیر زکوات نه پدې کار اخستی، یو دا چې ولسته د پور پوهاول او دای ورته فهمول چې رایه او امانت دی، او د دې په خوا کې د ځان لپاره هم دا وظیفه او دنده بلل چې باید تل دای په عدالت ولاړ او په تل باندې پوره کار تر سره کړي. د دې په خوا کې د دې سره سره چې استاد جعفری ز فکر کوم په علمی جنبه کې د دې سره په خوا کې چې د کوم تخصص درلود، د هغه سره په خوا کې په مطبوعاتو او رسنیو کې کار کړی دی، لکن د تقنین په ارتباط باندې یوازې ډیر زیات زور په معرف باندې اچولای، او له دې پرته په ځینو قوانینو باندې چې د نقص ګوته کېښوه، په هغې کې داسې څه راونه ایستل چې ولس ته یې د خپلې عملي طرحې او ځانګړتیا په شکل باندې وړاندې کړي چې له نورو متفاوت وي. د نظارت په ارتباط باندې یوازې هغه ښکلي کلمات وکارول چې په زړه ډېر ښه لګېږي چې باید عالمانه وي، دقیق وي، لکن دا چې دغه باید ګام په ګام په څه ډول عملي وي، دغه زموږ لپاره ډېر د اهمیت وړ، او زه فکر کوم چې په وروستي پل کې چې د خپل کوم شعار ورکړ، خدای دې وکړي چې په پای کې دی کله کامیابیږي، د ولس رښتینی اجتماعي عدالت را وګرځي او د دوی په درد باندې ولګي. ډېر مننه شریف. خان رضایی، شما فکر میکنید که آیا واقعا برنامه های استاد جعفری یک آرمان و آرزو بود و یا نه برنامه هایی بود که میشه جنبه عملی بر رفتن به پارلمان داشته باشن؟ ما برداشت می که یک دو سه تا نقطه قوت بود و یک سری مشکلات در ارتباط به نقطه قوت ای که ماستری دارن ایشان و سابقه طولانی کار در نشریه ها. معمولا سابقه کار در رسانه آدم را با مشکلات محیط و جامعه آشنا می سازه و یک نقطه قوت می تواند تلقی شود. اما در قسمت ایجاد گروپ های پارلمانی، چون در نبود احزاب سیاسی گروپ های پارلمانی جایگزین گروپ های احزاب سیاسی، هم یک نقطه قوت است. اما تناقضاتی که وجود داشت در دو نقطه بود. تناقضاتی که از یک طرف تأکید صورت گرفت بر نظارت از عملکرد حکومت که واقعا جزی از وظایف پارلمانه، ولی از یک طرف دیگر تأکیدی من فکر نم که حتی بیشتر از حد لزوم روی چگونگی رابطه خوب و هماهنگ با دولت با حکومت. در خیلی از موارد نمایندگان مردم به هیچ صدای مردم در برابر دولت قرار میگیره. گاهی اوقات نفس استیضاح ای به معنای هماهنگی نیست، نفس مورد نقد قرار دادن نهادهای حکومتی و دولتی به معنا اگر پارلمان با دولت در همه برنامه ها هماهنگ باشه و هیچ نگاه متفاوتی میان نمایندگان ملت و کارگزاران اجرایی دولت وجود نداشته باشه، فلسفه وجودی نمایندگی از مردم و صدای مردم ضایع میشه. در این صورت اگر یک مقدار توازن میان دو به وجود بیاید خوبتره. بخش دوم، تمرکز روی اصلاح قوانین در عرصه معارف صورت گرفت، یک گام مثبت و اقدام خوبی بود، ولی در عین زمان بخش های دیگر مشکلات اجتماعی تا حدی به او پرداخته نشد. البته فرصت هم کمتر بود. در قسمت استیضاح و استجواب که واضح باشه بحث های خوبی بود و بحث شعار یک شعار نسبتا خوبی بود، اما در قسمت استیضاح که متفاوت باشه چگونه به این پرداخته نشد. بله. شریف صاحب، بیا هم را گرزو ده اوسنی نماندان و طرحی یا برنامه ده تیر نماندان سره څه ډول ارزوي او په دې باره کې څه نظر لرید؟ تر زیاته بریده پورې دې ځل ته د ولس هغه استازو چې دغې استازیتوب ته نوماندي ډېر کوشش کوي چې د نورو نه په توپیر باندې یو څه ولس ته وړاندې کړي، لکن تر اوسه پورې هم سره د دې چې موږ یو څه علمي کېدو ته تللي یو، یو څه د خیالاتو نه عملي جنبې ته راکوز شوي یو، لکن په داسې ډول باندې چې زموږ هر څه د خورا غښتلو او رښتینو تجربه کارو استازو په شکل باندې ولس ته استازیتوب وکړی شو، تر اوسه پورې هم نیمګړتیاوې لرو، لکن د تیر نه الحمدلله موږ پرمختګ لرو، او هیله مې دا ده چې دغه استازي په راتلونکي کې د ولس داسې استازیتوب وکړي چې د هغوی د حقیقي درد لپاره رښتینی درمل ورکړی شي. بله خانم رضایی، شما چی فکر میکنید که برنامه های اینا تا چی حد میتونه جنبه عملی داشته باشه؟ آیا شما تا اکنون با برنامه از یک نامزد سر خوردین که حداقل بالاتر از صلاحیت یک نماینده مردم در مجلس میتونه باشه؟ دقیقا، البته امروز را نمیگم، شاید تو کاندیداهایی که ما در اینجا بودیم، ولی در کل برداشت ما یه که در خیلی از موارد شعارهای فراتر از صلاحیت پارلمانه، در خیلی از موارد
واقعیت های موجود جامعه افغانستان یک چیز دیگه. وقت داخل پارلمان افغانستان نبودیم، ایدئال ها را تعریف کردیم، ولی وقت داخل پارلمان افغانستان رفتیم با واقعیت های متفاوت سر خوردیم. خیلی از ایدئال ها و آرمان های ما به کرسی ننشسته. حالا ما برداشت می که از بیرون خیلی از قضاوت ها و حتی خیلی از برنامه هایی که سنجیده میشه، فکر میشه که در پارلمان یک گروهی از همدستان، یک گروهی از دارای افکار مشترک وجود داره که هر چیز گفت عملی میشه. نه خیر، در پارلمان افغانستان شما اگر یک بحث انکشاف متوازن نمطرح میکنین، گروه دیگه وجود داره که بر علیه از شعاره. دینی حالت پروگرامای شما به خاطر رفتن از بون بس چیه؟ یک تعدادی از پانتون دفاع میکنه، یک تعدادی از دانشگاه. تصور اکثر کاندیداها را که ما در شعارهای در سطح شهر و بازار دیدیم و یا به صورت نسبی از بعضی کاندیدار شنیدیم، یک فضای بسیار آرام و غیر قابل بحث را در پارلمان میبینن که آنچه که گفته میشه به کرسی میشینه. واقعیت ایه که خیلی آرمانهای در درون هر انسان وجود داره، ولی شرایط او جامعه، شرایط او وضعیت خیلی متفاوت از چیزی که ما میاندیشیم. بله دیر منه و شریف صاحب پاپای که دغه پښتنم د څه ډول یو طرح یو نومان بریالی کولای سي چې یو نومان د ځان سره ولري، خلکو ته یې ووایه او بیا پارلمان ته ولاړ شي او هغه عملي کړي؟ تر ټولو مهمه مسئله دا ده چې د لومړي ځل لپاره دی په دې وپوهېږي چې د افغانستان د قوانینو او دلته د شته هغه تشریعي اسنادو په رڼا کې دی کومې وظایف یا کومې دندې یا کوم صلاحیتونه لري. د هغه وظایفو او دندو صلاحیتونو لپاره په واقعي ډول باندې د هغه ځای نه چې دی غواړي استازیتوب وکړي، داسې څه ولس ته وړاندې کړي چې د ده د علمي قدرت د واقعیت نه او د ده د صلاحیتونو نه لوړ نه وي او همیشه په واقعي ډول باندې وغږي، نسبتا دې ته چې دی زیات بازار موندنی او ډیر زیات د خلکو لپاره د رنگینو شعارونو نه راتیر شي، عملی او حقیقي واقعیت را برسیره کړی شي. زه فکر کوم یو ښه استازی په دغه شکل باندې کولای شي ولستا ښه کاري دنده پر مخ بوزي. بله، اگر در مورد رفتن مردم به پای صندوقهای رای صحبت کنیم با شما آقای شریف، دیدگاهتان چیست که مردم باید چی کس را انتخاب کنند بر رفتن به مجلس نمایندگان و تا چی حد اونا آماده رفتن به پای صندوقهای رای هستند؟ ما شنبه هفته نو انتخابات داریم. در این موضوع شکی وجود نداره که ملت افغانستان خواهان تغییر حالت کنونی افغانستان است و این تغییر را ما تنها در این آورده میتونیم که نمایندگان واقعی ملت را به این خانه ملت معرفی بکنیم و اونها یک برنامه واقعی داشته باشند، بدون از اینکه ما بعضی موضوعات دیگه را در نظر بگیریم که یا به قوم یا به مذهب یا به سمت با ما وابستگی داشته باشند. اونها واقعا افغان باشند، بی‌طرفانه به سربلندی افغان ها و افغانستان فعالیت کرده بتوانند و از وظایف خود به شکل کامیاب بیرون بیان که قبل از اینکه به مردم جواب ده و مسئول باشند، به ضمیر و وجدان خود و پروردگار جواب ده باشند. و خانم رضایی، دیدگاه شما در مورد اشتراک مردم در انتخابات خیلی کوتاه چون فرصت. خب البته اشتراک مردم در ولایت مختلف ممکن متفاوت باشه، ولی در قسمتی که دو معیار اساسی من فکر نمو وجود داشته باشه. معیار اول ایه که هر قدر بیشتر پول مصرف میشه متوسل میشه برای خرید رای مردم، معنایش ایه که به تعهد نسبت به پارلمان ډېره مننه شګل رضایي او محب الله شریف ساس لره تاکسي خو له ټولو نماندانو مننه. قدرمن لیدونکو وخت هم پای ته رسېدلی. تر بیا.